بالا رفتن قیمت نفت انضباط مالی دولت را از بین می برد. ایران وارد مسابقه واردات می شود و به عنوان کشوری مبدع مورد توجه کمپانی های بزرگ و کوچک قرار می گیرد. دولت نمی داند چگونه پولهایش را خرج کند. کشورهای آفریقایی و آسیایی به دنبال وام در دربار ایران صف می کشند. تجربه تاریخی برای ایران از آغاز قرارداد دارسی و از اولین روز استخراج نفت در سال 1908 در ماه می 1908 در چاه شماره 1 مسجد سلیمان برام چاه نفتون نشون داده که هر وقت درآمدهای نفتی ایران بالا رفته و برنامه ریزی برای این هزینه کردن نباشه، پولدار شدن آغاز مصیبت ایران بوده و خبر خوشی برای ایران نبوده. وقتی ایران کم پول بوده، کم پول هست، میتونه برنامه‌ریزی بکنه و کارمندا رو صفر ببنده و با حساب کتاب خرج میکنه. ولی آدم وقتی به پول میرسه و بی حساب که خرج میکنه، میتونه زودتر از آدم فقیر بدبخت بشه. روزگاری بود ما احتیاج به کمک داشتیم، ولی هر کمکی که به ما کردن زیر اون کمک یک تبصره‌ای نوشتن. این کارو میکنی، این کارو نمیکنی، این کارو میکنی، این کارو نمیکنی. ما به دنیا کمک میکنیم، افتخارم میکنیم کمک میکنیم، ولی تبصره ای نمیذاریم. همینجاست که فرمان اقتصاد از دست تکنوکرات هایی که در دهه 40 موفق عمل کرده بودند خارج میشود و آنها از دولت کنار میروند. شاه این کاری کرد، دوچار این اشتباه شد، فکر کرد موفقیت های دهه 40 کار اون بوده، در حالی که کار گروه دیگری بوده. به اونها شروع کرد تاختن، از کار اونها رو برکنار کردن. در کشور این اتفاق افتاد، درآمد نفت رفت بالا. شاه دنبال اینه که توسعه پیدا بکنه، ولی نمیدونه چطور. بزرگانی هم که در دهه 40 حضور داشتن و اینها جلوی در حقیقت دخل و خرج داشتن، برنامه ریزی میکردن. با این برنامه ریزی اقتصادی بود که نرخ‌های رشد بالا و تورم پایین بود. بنابراین یه مقابله به وجود میاد بین قشر دانای اقتصادی و مسئولین اجرایی. این اتفاق افتاد که آقای صفی اصفی از سازمان برنامه بودجه اومد بیرون، آقای مهدی سمی اومد بیرون و کم کم اون افرادی که دهه 40 داشتن شکل داده بودن از صحنه کارزار خارج شدن، تضعیف شدن. سازمان های مربوطه تضعیف شد. مرحوم دکتر آگاه تعریف کرد، میگه ما رفتیم از طرف سازمان برنامه پیش شاه با لباس کاملا رسمی و بودجه سال 55 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم به شاه دادیم و شاه هم نگاه کرد و توضیح کامل دادیم و پذیرفت و خیلی هم تشکر کرد و ما اومدیم بیرون. گفت نصف شب به من زنگ زدن و گفتن که فردا علازات شما رو احضار کردن. گفتم خیلی ترسیدم، گفتم که لابد چیزی پیدا کردن، یه خطایی مرتکب شدیم ما که متوجه نبودیم و حالا ما میخوان عقوبتمون کنن یا توبیخ میکنن. ما صبح رفتیم با همه مسئولین اقتصادی و برنامه‌ریزی پیش شاه و شاه گفتش که این بودجه که شما آوردید بسیار بودجه خوبیه،
و منطقیه در شرایط عادی، ولی ما شرایط عادی نیستیم. ما در یک تحول داریم میخوام پیش ببریم و نمیخوایم به اصطلاح با این حالت سرعت کند و با برنامه‌ریزی و خیلی با دقت و با ملاحظه کاری پیش بریم. تمام این دقت خود نیست که میگم، تمام اون ارقامی که در بودجه هست ضرب در دو کنید. بله خیلی عجیبه. یعنی ببینید بودجه بر اساس یک بارم بندی و رتبه و یک گریدی کم و زیاد میشه ارقامش. یعنی قرار نیست که مثلا یه نفر که حقوقش مثلا 100000 تومان میشه 200000 تومان، وقتی حقوق اون 1000 تومان میشه 2000 تومان، 100000 تومان میشه 120000 تومان، نه 200000 تومان. مثلا میگم وقتی یک بودجه یک دفعه یه شب ضرب در دو میشه، این آغاز یک بحران و آغاز یک تلاطم. آقای آگاه من پشتم لرزید و گفتم این مملکت دیگه کارش تمام، این حکومت دیگه نمیتونه این با این بودجه کار ما آغاز یک پایانه. بسیاری از بخشای تحصیل کرده جامعه ما که در نهادهای مختلف دولتی کار میکردن و تصورشون این بود که با یک کار کارشناسی و مدیریتی میتونن برنامه‌ریزی کنن مثلا بر توسعه کشور از جمله در سازمان برنامه‌ریزی، در اون بزنگاهایی که شاه آخرین برنامه‌های کارشناس شده رو بررسی می‌کرد با یک تبختری، در حالی که انگشت در اصطلاح این چیز کدش قرار می‌داد، با تبختر می‌گفت این درست نیست، اینو عمل بکنید. خب این خیلی اثر نامطلوب در یک قشر وسیعی از کارشناسان سازمان برنامه ما می‌ذاشت که در حال این جمع وسیعی که در حال کار کارشناسی کردن، یه برنامه‌ای برای توسعه کشور تدارک کردن، شاه فقط با ذهنیت خودش میخواد اون رو وتو بکنه و اون چی خودش فکر میکنه جایگزین کنه. مسابقه واردات در کشور راه میافتد. از تسلیحات نظامی تا کالای مصرفی، ایران بهشت غرب شده است. سال 73 سال آغاز ریزش و هجوم واردات به ایران. شاه شروع کرد واردات کردن. واردات انجام شد، میومد توی پشت گمرکات. سیستم ترخیص نداشتیم، تخلیه نداشتیم، نگهداری نداشتیم. کشتی هایی که در بندرگاه میموندند و بیش از چند برابر بیشتر از نرخ اون کالا حق توقف میگرفتند. جریمه های زیادی بابت دمورژ پرداخت میشه در طول این مدت. کامیون هایی که وجود نداشت و مجبور بودن از انگلیس راننده و کامیون استخدام کنند که مفصل راجبش گزارش هست و برخی از این اینا اصلا نمیتونن کار کنن چون زیر ساخته جاده ای برای تردد اینا وجود داره. جاده نداریم. تا میایم جاده را ایجاد بکنیم وسیله حمل و نقل نداریم. تا ناوگان حمل و نقل ایجاد میکنیم راننده. بعد خیلی خوب همینا ایجاد شدن. اینا کجا میخوان بشینن؟ این ماشینالات هم شد رفت نشست. یکی بعد اینا رو بهره‌برداری بکنه. مدیر میخوایم. و اساسا کالاها فاسد میشدن بعضی از چیز و بیش از مثلا یک چیزی که وارد میشه مثلا به قیمت 100 تومان 200 تومان 300 تومان هزینه بابتش شد، بعدم از بین میرفت، فاسد میشد. و این کار یه دفعه دو دفعه یک روز دو روز نبود، یک روند شد. شروع کرد پول خرج کردن زیاد. این پول خرج کردنی که البته برای یکی دو سال اول به رشد رو آمد جلو، ولی کم کم تراز به نفع تورم مثبت شد. یعنی مثبت یعنی تورم رفت بالا، رشد اقتصادی اومد پایین. دولت هویدا خب در این مورد به هر حال کاملا مقصر بود. یعنی به هر حال کابه منویات شاه درباریان بود. واقعیت اینه که فساد درباریان تو موقع تو همون که تو استاد خارجی انگلیس و امریکا هست به شدت زیاد بود، به خصوص از ناحیه خانواده سلطنتی، بعضی از اعضای خانواده سلطنتی. بیش از هر چیز دلبسته ارتش و تسلیحات نظامی است. حضور نظامی ایران از یمن جنوبی تا ویتنام و شاخ آفریقا گسترش می‌یابد.
در همین زمان بعد از بیرون رفتن بریتانیا از خلیج فارس، شاه تبدیل به ژاندارم منطقه می شود. ارتش ایران در جنگ ویتنام حضوری محرمانه دارد. جدا از هواپیماهای نیروی هوایی ایران در آسمان ویتنام، برخی از نظامیان ارتش فارغ از کمک‌های لوجستیکی بر علیه چریک‌های ویتکونگ نیز دست به عملیات نظامی می‌زنند. مسئله‌ای که دولت هویدا طبق قانون باید لایحه آن را تقدیم مجلس می‌کرد، مسئله‌ای که رخ نداد. افسرانی که دوره خدمتشان در ویتنام تمام شده به تهران باز می‌گردند. این آقایون در شرایط سختی با سربلندی و افتخار انجام وظیفه کردند و الان هم یه عده‌ای از افسران هستند که در اینجا باقی می‌مانند. وقتی انگلیسی‌ها از خلیج فارس رفتند، میراثی از اختلاف به جای گذاشتند. بحرین با اینکه توسط استعمار پیر در عصر قاجاریه اشغال شده بود، با قبول دولت هویدا در جلسه مشورتی بدون انتخابات تحت نظارت نهادهای بین المللی از ایران اعلام استقلال کرد. بسیاری نسبت به این مسئله اعتراض و انتقاد کردند. کار به جایی رسید که او توسط گروهی از نمایندگان مجلس استیضاح شد. در آن اعلامیه تصریح شده است که استعمار انگلیس به زور و تزویر، به خاطرتون هست نمایندگان، به زور و تزویر بحرین را از مادر میهن جدا نموده است. درسته که هرگز چنین اقدامات و نتایج حاصل از آن که معارض با حاکمیت و مالکیت ایران نسبت به بحرین باشد نمیتواند چه از نظر اصل حاکمیت ملی و مقررات اساسی داخل و چه از نظر مقررات و سنت‌های بین‌المللی نافذ و مورد قبول ملت ایران و در نتیجه نمیتواند مورد قبول مردم بحرین باشد. دولت را به علت این سهل‌انگاری‌ها تعرض از نسبت به این اصول گروه پارلمانی پنیرانیست هر پنج تن نماینده پنیرانیست استیضاح می‌کنه. هویدا در خارک بوده که خبر رو گوش میکنه و مطلع میشه که حتی سفرش رو نیمه کاره میگذاره و سراسیمه برمیگرده. فردای اون روز دعوت میکنه نمایندگان مجلس رو، نمایندگان اکثریت رو، یعنی حزب ایران نوین رو از طرفی در محل حزب ایران نوین، و در اون جلسه تعرضات سختی میکنه به نمایندگان که اصولا شما چرا فلان کس را پشت تریبون پایین نکشیدی، چرا پیش دستی صندلی ها رو سرش خورد نکردی، اصلا چرا گذاشتید به صحبتش ادامه بده. البته اینها میگن و بعدم شنیدم که بعضیاتون اشک تمساح ریختی. سخت مورد تعرض قرار میده نمایندگان حزب ایران رو میرا. به من پیغام دادند که اگر که موزه گیری نکنی این امکانات رو خواهی داشت. برای اینکه فردای همون صبح زمین روزنامه های وابسته به دولت غالبا نوشتن که فرکسیون پنیرانیست در دوره آینده تعدادش تبدیل خواهد شد به 30 نماینده. برای این بود که در واقع ما برحال مجذوب این برنامه بشیم و موزگیری جدی نکنیم. و گفتم به من این پیغام داده شد و زمین پیغام داده شد که در غیر این صورت شما انتحار گفت انتحار سیاسی میکنی هویدا، که همون وقت اون پاسخ رو دادم و در مجلس هم بیان کردم. گفتم که پاسخ من این است که این انتحار سیاسی نیست، شهادت سیاسی است. گذشت از اینکه آینده نشان خواهد داد که آیا من یا شما کدام یک انتحار سیاسی کرده ایم. دولت هویدا از این استیضاح جان سالم به در میبرد، اما بسیاری از رجال دربار پهلوی مشکلاتی را پیش بینی می کردند. از این رو نزد شاه رفتند و خواستار چاره اندیشی شدند.
نتیجهش چیزی نبود که جلوی طوفان پیش رو را بگیرد. حزب رستاخیز بروکراسی ایران را شدت بخشید و نه تنها به شاه و حکومتش کمکی نکرد، بلکه خودش به پاشنه آشیل برای رژیم پهلوی تبدیل شد. وقتی علازاد به من فرمودن که میخواییم تشکیل سیاسی مملکت را عوض بکنیم و یه سیستمی درست بکنیم که انتقاد از داخل خودش باشه، من بهشون عرض کردم قربان، من فکر نمی کنم که این مسئله مملکت ما باشه. مسئله مملکت ما این استش که مردم اونطور که باید شاید به عملیات دولت، به اقدامات دولت، به تصمیمات دولت اعتماد ندارن و یه علت اصلیش مسئله فساده که البته علازاد حتما خوششون نیمد. بعد وقتی که خب اینا به شاه میگن توسعه سیاسی باید انجام بشه، شاه در ظاهر خیلی استقبال میکنه و خیلی با مهربونی رفتار میکنه، میگه بله بله درسته، ولی وقتی اینا میرن مدت کوتاهی بعد درست خلاف منویات این عمل میکنه و خیلی عجیبه. چندین بار شاه توصیه های خیلی سرنوشت‌سازی بهش شده و خلافش عمل کرده، موارد دیگه هم بوده به خصوص در سالهای در ماهای منتهی به انقلاب و قبلش هم همینطور. و شاه میره به جای اینکه احزاب رو توسعه بده و آزادی ها رو گسترش بده، اون چند تا حزب نیمبند هم تعطیل میکنه و حزب واحد رستاخیز اعلام میکنه. شاهی که در خاطرات خودش، در نوشته های قبلی خودش، حالا منسوب به خودش البته، میگه که تک حزبی و نظام اینکه یک گروه فقط حکومت کنه یک نظام دیکتاتوری هست، خودش حزب واحد رستاخیز درست میکنه و بعدم با اون شعاری که به اصطلاح همه باید عضوش بشن و خیلی در واقع اجباره در عضویت در حزب رستاخیز. مثل دکتر بشیریه در کتابش اشاره ای که داره میگه که او میگه که به سمت فاشیسم داشت میرفت دولت پهلوی در دهه 50. یعنی ویژگی هایی که میتونیم ببینیم، حزب واحد دیگه از حتی دو حزبی هم، دو حزبی دولتی، دو حزبی ساختگی هم فراتر رفته و حزب واحد، و میگه هر کسی که نمیخواد عضو حزب باشه میتونه از کشور بره، پاسپورتشو بگیره از کشور بره. این هماهنگی که نقشی اساسی در قاطعیت امور حزبی و امور دولتی دارد، مستلزم آن است که اندیشه های حزبی به صورتی سریعتر در دستگاه های دولتی انعکاس یابد و دولت در قبال این نظرها و عقاید مردم که از طریق کانونها عنوان می شود مسئولیت بیشتری احساس کند و متقابلا با الهام. دبیر کلی حزب رستاخیز به هویدا رسید، حزبی که قرار بود وضعیت آشفته کشور را سامان بدهد، خود تبدیل به یک مشکل بزرگ شد و محلی برای زد و بست های کارگزاران پهلوی. جالب اینجاست که بعد از تشکیل حزب رستاخیز، هویدا در قدرت هوو پیدا کرد. حزب رستاخیز رفته رفته باعث افول هویدا می شد، گرچه او سعی داشت رکورد نخست وزیریش را افزایش دهد. استدعای همکاری از طرف آقایون، بنده جلسه رو خاتمه میدم. جلسه بعدی ساعت 2:30 بعد از ظهر در اینجا، ولی چون دور هم جمعیم و علاقه دارید با هم صحبت کنید، یک نان پنیر بسیار مختصری براتون منظور شده در هتل هیلتون. در اونایی که با هم، بله نان پنیره، خیلی هم خوشمزه است، من نان پنیر خیلی دوست دارم در هر صورت، و بتوانیم واقعا دور هم بازم اونجا صحبت های بکنید. اگرم بازم ایده بین خودتون نظریاتتون میتونید تلفیق کنید، هر چی نظریات تلفیق شده بیاد آسان تره برای جذب کردن. خیلی متشکرم. اگرچه هویدا در آغاز کار به عنوان اولین دبیر کل حزب رستاخیز معرفی شد به عنوان رهبر قبلی حزب اکثریت که حزب ایران نوین بود، ولی به نظر میرسه که تأسیس حزب رستاخیز هم در واقع میشه گفت که آغازی بود بر کند شدن چرخنده های دولت هویدا و آغازی بود برای جانشین شدن یک نسل جدیدتر و تا حدی غربگراتر و غرب‌محورتر و بیشتر ضمناً تازه نفس، در این حال همچنان وفادار به هنگ هر آنچه که شاه میگه به رهبری جمشید آموزگار. دیپلمات جوان انگلیسی در ایران بود در اون موقع، در زمان تأسیس رستاخیز، به نام پیتر وستماکوت. چند تا نکته مطرح میکنه در گزارش که نوشته بعد از گزارش محرمانه‌ای داره به تاریخ 8 می 1975، یعنی 18 اردیبهشت 1354.
اشاره میکنه که در واقع از همون اول دعوای هویدا و آموزگار در حزب کاملا آشکاره و از قول ارتش بود اویسی، جنرال اویسی میگه که این حزب قراره یک تغییرات اساسی ایجاد کنه در چهرهای سیاسی، چون در 10 سال گذشته فقط یه عده خاص حکومت میکردن و شاه دوست داره یه چهرهای جدیدی روی کار بیاره. این گفتگویی که با فرهنگ مهر داره که بعداً رئیس دانشگاه شیراز میشه و معاون وزارت علوم میشه و سناتور هم بود، تمام کسانی که در شهرستان ها در حزب رستاخیز مسئولیت به عهده گرفتند کسانی هستند که جزو بدنام‌ترین افراد شهرستان هستند. هیچ آدم حسابی حاضر نشده بیاد در حزب رستاخیز خودش کاندید کنه، چون انقدر این ساختار کثیفه و پیچیده است و افراد موجه علاقمند نیستن تو این بازی وارد بشن. کوشش ما در اینه که واقعا افرادی معین بشن و کاندیدا بشن، نامزد بشن که 100% مورد توجه افکار عمومی باشن. بنده خیال میکنم این همه معانی رو میرسونه. اشخاص بشن خوشنام، اشخاصی باشند که از هر جهت مورد اطمینان مردم باشن. یکی از رازهای ماندگاری دولت هویدا تسهیل کنندگی فساد درباریان بود. او در برابر خواسته خانواده شاه و نزدیکان دربار نه تنها سکوت می کرد که نقشی همراه کننده داشت. مسلماً خودش اهل گرفتن رشوه نبود، ولی رشوه راحت می داد از بیت المال و تمام اطرافیان اون عده از اطرافیان اعلیحضرت رو که فاسد بودن نه تنها می خورون بهشون، بلکه اغوای به فساد هم میکرد. این قسمت ها درباره مرحوم هویدا تا چند سالی قابل انتشار نیست. توجه بفرمایید، در مورد شاهدخت اشرف، شاهدخت فاطمه، شاهپور علیرضا، شاهپور غلامرضا، شاهپور محمود رضا سعی میکرد که بر اینها به هر قیمتی شده کمیسیون در قراردادها و امثال اینها فراهم بکنه و اینها رو واسطه انجام معاملاتی قرار بده که بنا بتواند از اون محل وجوهی دریافت بکنم. روایت های منتشر نشده ای از نوع رابطه هویدا با اعضای کابینه وجود دارد که نشان می دهد یکی دیگر از رازهای ماندگاری او نگاهش به وزرای کابینه است. هویدا فوق العاده نسبت به کسانی که در دولت می درخشیدند حساسیت داشت و سعی می کرد اونها رو خراب بکنه پهلوی شاه و یا در افکار عمومی یا از طریق مطبوعات یا به هر ترتیبی که میتوانیم. کسانی بودند که به این ترتیب فدای ایشون شدند. عبدالرضا انصاری به طور قطع، جواد صدر به طور قطع، جمشید آموزگار زورش نرسید اون رو از کار به کلی بیکار بکنه، ولی به هر حال به وضعی رو انداخت که درخشش و جاه طلبیش تمام بشه. و وقتی که جاه جمشید آموزگار آمد دیگه خیلی دیر بود، چون جمشید آموزگار مدیر خوبی بود ولی نه مرد دوران بحران. ناظران سیاسی عقیده دارند که تهران و بغداد تصمیم دارند مناسبات خود را در همه زمین‌ها گسترش دهند و به اتفاق به تأمین و حفظ ثبات در منطقه خلیج فارس کمک کنند. یک هیئت عالی رتبه عراقی در سفر به تهران همراه آقای صدام حسین هستند. به من گفتن که صدام حسین آدمیه که باش نمیشه صحبت کرد، نخست وزیر و معاون رئیس جمهور عراق بود اون موقع و آدم خیلی بدقلقی هست و خیلی هم گرایش به کمونیست‌ها و شوروی داره و چیزه و آدمیه که نمیشه باش دیل کرد، معامله کرد. من وقتی رفتم اونجا اولا خیلی خوش اومد از صدام حسین، اولا به هیچ وجه کمونیست نبود و خیلی هم از کمونیست بعدش می اومد و حتی سرکوبشون کرد. دومه که یک شخصیتی داشت و یک روحیه‌ای داشت که من خیلی خوش اومد و اون این که آقای صدام حسین با وزراش در حضور ما مثل کثافت رفتار میکرد و این خیلی خصلت خوب و جالبیه و من خیلی خوش اومد از اون. نمیدونم بابت این چی باید گفت، ولی شاید نشون دهنده که آن چیزی که هویدا میخواست باشد و نمیتوانست باشد در وجود شاه و در واقع اون منویات قلبی خودش در واقع خواست مطرح کنه. هویدا به پایان کار رسیده است. سال 13 سال نحس نخست وزیری اوست. کارتر در آمریکا به قدرت رسیده و سیاست های آمریکا تغییر کرده و حالا ایران به عنوان جزیره ثبات هر روز آشفته تر از دیروز همه متحدان شاه را نگران کرده بود. تا
تجربه تاریخی تنها یک فرمول برای تغییر وضعیت ایران تجویز کرده و آن تغییر دولت است. دولت دوران ثبات شاه جای خود را به دولت دوران گذار می دهد. جمشید آموزگار تنها نخست وزیر ایرانی تحصیل کرده ی آمریکا جایگزین هویدا می شود و او به وزارت دربار می رود. کنار گذاشتن هویدا از نخست وزیری یک اقدام ناگزیر بود برای شاه. ولی روی کار آمدن آموزگار یک اشتباه بزرگ بود. وقتی که هویدا کنار گذاشته شد، خب به حال با این وضعیت که کنار گذاشته شد سرشکسته شد. در واقع انتخاب هویدا، انتصاب هویدا به سمت وزیر دربار هم شاید کاری بود که شاه از سر ناچاری برای اینکه یک دلجویی کرده باشه انجام داد. کشور دچار بحران شده است. به سوی تمدن بزرگ و طرح‌های بدون پشتوانه، حیف و میل درآمدهای نفتی کشور را به سراشیبی سقوط رسانده است. مردم معترض از وضعیت اقتصادی دست به اعتراض می‌زنند. دیگر خبری از سخنان امیدبخش نیست. سرعتی مثلا 100 مایل 100 داشت میرفت جلو و هیچ کسی در اونجا نبود که پاش رو ترمز بذاره. یا یعنی هندوستان، یک کشوری که در حد 20 برابر ایران جمعیت داشت، یک چنین برنامه‌ای رو نداشت، در حالی که ایران باز با توجه به یک برنامه بسیار بزرگیه، سازمان برنامه در حقیقتا نزدیکی ورشکستگی قرار گرفته بود و تمام این شرکت‌های مختلف دولت که 70-80% منابع سازمان برنامه به اینها داده میشد، هیچ مسئولیتی نشون نمیدادند و هیچ حساب کتاب صحیح نداشتند و هم موقعی بود که بالاخره انقلاب شروع شد. و به هر حال مسئولیت این رو باید مقامات ایرانی به عهده بگیرن. حالا یه عده‌شون تحصیل کرده بودن، میتونستن بالاخره از یه چنین وضعی تندازی جلوگیری کنن. کسر بودجه ای مثل که داریم، این کسر بودجه چی رو نشون میده و آیا باید ترسید از اینکه کسر بودجه داشت یا خیر؟ ما کسر بودجه داریم برای سرمایه گذاری بیشتری. ما اگر کسر بودجه پیدا میکنیم، برای پر کردن این کسر بودجه وام میگیریم. با این وام چه از داخل وام بگیریم چه از خارج فرق نمیکنه. با این وام یه مقدار تأسیساتی به وجود میاریم که اگر اینو به وجود نمی آوردیم در آینده برامون گرونتر دوام میشد، دیرتر بهمون بهره و ثمر میداد. یهو افزایش قیمت ها به وجود اومده، مردم نمیتونن خودشون رو تعدیل بکنن و حتما در تاریخ شما هم دیدید که خیلی اعتصاب ها شکل میگیره و این اعتصاب ها ناشی از اینه که مردم ناراضی هستند نسبت به مسائل اقتصادی. چرا؟ چون در سالهای 50 51 52 53 54 پول خرج کرده، به رفاه اقتصادی رسیده، حالا پولش نمیتونه اونقدر قدرت خرید داشته باشه، نارضایتی شکل میگیره. پیاز که اول پیدا نمیشه، برای من پیاز 1 کیلو 5 تومان. یه دفعه 2 تومان رفته 5 تومان. الان 1 کیلو 2 تومان گنده است. بعد از چه بزنیم دور؟ گنده که نداره اینا. نداره. خدا نه نگاه کنید دیگه. گنده است نه. از توی همین برداشتم دیگه. میدونم. این پیاز رو 2 تومان. خودشو میگی بچن میخره. از کجا میخرین؟ شرکت آبونی. یه وقت شرکت آبونی این نرخو گذاشته. بله. توی شرکت آبونی شما میتونید پیاز رو سوا بکنید. نه. مشتری موقع خرید میتونه سوا بکنه؟ پیاز نه. شما خودتون جز کسایی بودین که میوه گرون شده بود تحریم کردن، تحریم کردن باله. شما باله. الان بازم حاضرین شما؟ بازم حاضرم واقعا. برای عید حتی من برای میوه نخریدم، فقط یک کیلو سیما برای عید نتونستم پیدا کنم. مادم پرتقال بخرم میگن موزم باید بخری به چه علت؟
شاید نخوام موز مصرف کنم. در ازای هر یک کیلو پرتقال باید یک کیلو موز بخرم. این خانم شاکی هست اگه میگن که هر پرتقالی که بخوام بخرم پرتقال موز با ما دادن مطابق نه مطابق نه اقرام میپیچید. نه چرا بخوام پرتقال بخرم موزم مجبور هستن که بخرم. سه دو کیلو یک کیلو واسه بهشو بفروشم. علتش اینه به من دادن منم بدم. میداده هم شرکت کدوم شرکت؟ چه میدونم کدوم شرکت؟ شرکت میاد اینجا میاد بوریشا میارن پولش میگیرن. نقدی خانم میارن اینجا با ماشین میارن پولش میگیرن و میرن. خب شاید یکی موز نخوام مصرف کنه. خب اینی که به ما دادن خانم. این دلیل نمیشه. دلیل نشه. اگه من میتونم بخرم ولی نه میخرم نه میخورم. خب شما تا کی میخواین این کار رو ادامه بدین؟ والا تا وقتی که زورم برسه. من به بچه‌م هم پرتقال نمیدم، به شوهر مریضم هم نمیدم، خودم هم نمیخورم. ولی این نمیتونه ادامه پیدا کنه. شما در ایام عید برای پذیرایی از مهموناتون رو میبینه؟ اصلا ابدا هیچ هیچ. خب بی خود گرفتن. شما دوستاتون هم تشویق میکنید؟ همه مردم حتی خونهشون که رفتم اگر بوده نخوردم، بلکه گفتم من تحریم کردم، نه برای اینکه فقط نخرم، نخورم. هویدایی که در دوران نخست وزیری تشکیلات وسیعی را ایجاد کرد، حالا به جایی میرود که برایش حقیر میامد. در وزارت دربار مثل اسدالله علم نشد که با نزدیکیش در پرونده‌های مهم تأثیر گذار باشد و بیش از هر چیزی بنابر سنت زندگیش در دربار نیز تبدیل به یک کارمند شد. هویدا در دوران وزارت دربارش کار زیادی نکرد و تأثیرگذاری چندانی نداشت، به جز یک کار که در واقع باز کمک کرد به تسریع روند سقوط شاه و اون کمک سرنوشت ساز بود در نوشتن مقاله معروف استعمار سرخ و سیاه، که وقتی که در واقع شاه میخواد از او که همچین نامه‌ای در دربار نوشته بشه، عده‌ای از نویسندگانی که با دربار همکاری داشتن روزنامه‌نگارا این نامه رو تهیه میکنن. آقای فرهاد نیکوخواه، نه نیکخواه، فرهاد نیکوخواه و یه تیمی روش کار میکنه. اولی مقاله رقیقی نوشته میشه، شاه میگه این قوی نیست به اندازه کافی و قوی تر میشه، در واقع به عنوان در واقع مقابله با مصاحبه مهم و تاثیرگذار امام خمینی با روزنامه لومونده در واقع این کار صورت میگیره در نجف. و خب این نامه در دربار تهیه میشه و در واقع هویدا علیرغم اینکه گفته میشد خیلی از لحن تند نامه راضی نبود، باز هم به روال سابق هیچ تاثیر منفی نتونست بذاره و نتونست تاثیرگذاری روی روند لجاجت شاه بذاره که و بگه که این نامه ممکنه خطرناک بشه. حتی همایون میگه وقتی من نامه رو به من دادن و در پاکت سربسته دربار تهیه کرده بود و من طبق معمول که این نامه ها رو به عنوان وزیر فرهنگ و هنر میدادم به افراد و وزیر ارتباطات میدادم به دیگران و روزنامه ها که چاپ بکنن، اینو اتفاقی دادم به آقای علی باستانی سردبیر روزنامه اطلاعات و اصلا نمیدونستم ادعای هویدا، البته ادعای همایون رو که میگه من نمیدونستم توش چیه. نامه رو دادم به باستانی، میگه باستانی به من فرداش تماس گرفت گفتش که ما این نامه رو شما این مقاله رو خوندید شما استعمار سرخ و سیاه که به نام مستعار احمد رشیدی مطلق چاپ شده نوشته شده؟ گفتش نه نخوندم. گفت این نامه، این گزارش اگه چاپ بشه، این مقاله اگر چاپ بشه، روزنامه رو بر سر اون خراب میکنن و مملکت خیلی به خطر میفته. همایون میگه من خیلی بدون اینکه بدونم چقدر این حرف جدیه، گفتم که ما سالها سالیم شما خوردین برای همچین روزایی و شما باید اینو چاپش کنید. اعلیحضرت فرمودن باید چاپ شه، دربارم فرستاده باید چاپ بشه. اگه شما چاپ نکنید ما روزنامه رو سر و سر شما خراب میکنیم و باید این چاپ بشه. و در واقع این در واقع منشأش در واقع کنسرسیوم بین شاه و دربار که هویدا باشه صورت گرفت. غیر از این تاثیرگذاری آنچنانی ما از هویدا نمیبینیم. بر کناریش از وزارت دربار در میان اخبار پرشور انقلاب گم می شود. جالب اینجاست او در زمانه‌ای به دستور شاه و دولت ازهاری به زندان می افتد که تمام رسانه ها در اعتصاب به سر می برند و خبری از بازداشت او نیست. بسیاری از زندانی شدن هویدا مبهوت شدند. آیا محمد رضا شاه پهلوی 15 سال از دوران خودش را زندانی کرده است؟ دستگیری هویدا دو تا وجه داره. یک وجه شخصیتی و معرفتی و خصوصی داره که در واقع کسی که 13 سال حداقل نخست وزیر بوده و در مناصب مختلف به شاه و نظام پادشاهی خدمت کرده، اینجوری به این سرنوشت گرفتار میشه و در واقع کارش هم فقط اجرای دستورات شاه بوده. مسئله دوم نشون میده که شاه در واقع خودشو داره زندانی میکنه، چون هویدا چیزی جدا از شاه نبود و اینکه در واقع شاه بیاد بگه که
نخست وزیر 13 ساله من مقصره یا متهمه باید بره در زندان، دو تا حالت بیشتر نداره، یا من شریک جرم هستم یا 13 سال در غفلت بودم و هیچی از مملکت داری نمیدونستم، که هر دوتا به معنای ناکارآمدی و رأی عدم صلاحیت نظام پادشاهی و شخص محمد رضا شاه بود. چه دلمون بخواد چه دلمون نخواد، هویدا نخست وزیر این مملکت بود. انگشت اتهامات به سوی هویدا متوجه بود، یعنی انگشت اشاره به سوی امیر عباس هویدا بود، نه در دل مذهبی ها و کسانی که الان شعار مرگ بر شاه میدادن، بلکه در درون اپوزیسیونی که تو خود دربار حتی صورت گرفته بود، در بین دولت مردان پهلوی صورت گرفته بود، انگشت اشاره متوجه امیر عباس هویدا بود که این فساد رو نهادینه کرده. برای این دستگیری هویدا فراتر از دستگیری یک رجل سابق یا یک سیاستمدار خاطی عمل کرد برای شاه، یک نسلی از کارگزاران ایران و به اصطلاح کسانی که به اصطلاح همه هویتشون از شاه داشتن و همه زندگیشون برای نظام پادشاهی می‌خواستن فدا کنن، فهمیدن که اتکایی وجود نداره و باید فقط سرنوشت خودشون از این قرقاب روش حساب بکنن و خودشون نجات بدن. هیچ کس نگفت مرگ بر هویدا، هیچ کس نگفت مرگ بر ناصر مقدم یا نصیری، مگه گفتن مردم؟ گفتن مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا. خب برای نجات عامل اصلی باید بقیه قربانی بشن. برای امریکایی‌ها هویدا ارزشی نداره. سربازی بود از دورانی سپری شده و یک ابزار سیاسی بود که کارایشو از دست داده بود و شاه هم که یک در یک غرقاب در حال غرق شدن قرار داشت، طبیعتاً به هر وسیله‌ای دست می‌زد برای اینکه خودشو نجات بده. خب افکار عمومی هویدا رو تا حدی مقصر میدونستن، یعنی تصور شاه بود که او رو مقصر وضعیت پیش اومده میدونستن و شاه هم که چندین بار علنی و غیر علنی عذرخواهی کرده بود، میخواست نشون بده که میخواد جبران کنم. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم. بالا رفتن قیمت نفت انضباط مالی دولت را از بین می برد. ایران وارد مسابقه واردات می شود و به عنوان کشوری مبدأ مورد توجه کمپانی های بزرگ و کوچک قرار می گیرد. دولت نمی داند چگونه پولهایش را خرج کند. کشورهای آفریقایی و آسیایی به دنبال وام در دربار ایران صف می کشند. تجربه تاریخی برای ایران از آغاز قرارداد دارسی و از اولین روز استخراج نفت در سال 1908 در ماه می 1908 در چاه شماره 1 مسجد سلیمان برام چاه نفتون نشون داده که هر وقت درآمدهای نفتی ایران بالا رفته و برنامه ریزی برای این هزینه کردن نباشه، پولدار شدن آغاز مصیبت ایران بوده و خبر خوشی برای ایران نبوده. وقتی ایران کم پول بوده، کم پول هست، میتونه برنامه‌ریزی بکنه و کمربندها رو صفر ببنده و با حساب کتاب خرج میکنه. ولی آدم وقتی به پول میرسه و به حساب کتاب خرج میکنه، میتونه زودتر از آدم فقیر بدبخت بشه. روزگاری بود ما احتیاج به کمک داشتیم، ولی هر کمکی که به ما کردن
زیر اون کمک یک تبصره‌ای نوشتم. این کارو میکنی، این کارو نمیکنی، این کارو میکنی، این کارو نمیکنی. ما به دنیا کمک میکنیم، افتخارم میکنیم، کمک میکنیم، ولی تبصره‌ای نمیذاریم. همینجاست که فرمان اقتصاد از دست تکنوکرات هایی که در دهه 40 موفق عمل کرده بودند خارج می شود و آنها از دولت کنار می روند. شاه این کاری کرد، دچار این اشتباه شد، فکر کرد موفقیت های دهه 40 کار اون بوده، در حالی که کار گروه دیگری بوده. به اونها شروع کرد تاختن، از کار اونها رو برکنار کرده. در کشور این اتفاق افتاد، درآمد نفت رفت بالا. شاه دنبال اینه که توسعه پیدا بکنه ولی نمیدونه چطور. بزرگانی هم که در دهه 40 حضور داشتن و اینها جلوی در حقیقت دخل و خرج داشتن، برنامه ریزی میکردن. با این برنامه ریزی اقتصادی بود که نرخ‌های رشد بالا و تورم پایین بود. بنابراین یه مقابله به وجود میاد بین قشر دانای اقتصادی و مسئولین اجرایی. این اتفاق افتاد که آقای صفی اصفی از سازمان برنامه بودجه اومد بیرون، آقای مهدی سمی اومد بیرون و کم کم اون افرادی که دهه 40 رو داشتن شکل داده بودن از صحنه کارزار خارج شدن، تضعیف شدن. سازمان های مربوطه تضعیف شد. مرحوم دکتر آگاه تعریف کرد، میگه ما رفتیم سازمان برنامه پیش شاه با لباس کاملا رسمی و بودجه سال 55 فکر می کنم اگه اشتباه نکنم به شاه دادیم و شاه هم نگاه کرد و بعد توضیح کامل دادیم و پذیرفت و خیلی هم تشکر کرد و ما اومدیم بیرون. گفت نصف شب به من زنگ زدن و گفتن که فردا اعلیحضرت شما رو احضار کردن. گفتم خیلی ترسیدم، گفتم که لابد چیزی پیدا کردن، یه خطایی مرتکب شدیم ما که متوجه نبودیم و حالا ما میخوان عقوبتمون کنن یا توبیخ میکنن. ما صبح رفتیم با همه مسئولین اقتصادی و برنامه‌ریزی پیش شاه و شاه گفتش که این بودجه که شما آوردید بسیار بودجه خوبیه و منطقیه در شرایط عادی، ولی ما شرایط عادی نیستیم، ما در یک تحول داریم میخوام پیش ببریم و نمیخوایم به اصطلاح با این حالت سرعت کند و با برنامه‌ریزی و خیلی با دقت و با ملاحظه کاری پیش بریم. تمام این دقت خود نیست که میگم، تمام اون ارقامی که در بودجه هست ضرب در دو کنید. بله خیلی عجیبه. یعنی ببینید بودجه بر اساس یک بارمبندی و رتبه و یک گریدی کم و زیاد میشه ارقامش. یعنی قرار نیست که مثلا یه نفر که حقوقش مثلا 100000 تومان میشه 200000 تومان، وقتی حقوق اون 1000 تومان میشه 2000 تومان، 100000 تومان میشه 120000 تومان، نه 200000 تومان. مثلا میگم وقتی یک بودجه یک دفعه یه شب ضرب در دو میشه، این آغاز یک بحران و آغاز یک تلاطم. آقای آگاه گفت من پشتم لرزید و گفتم این مملکت دیگه کارش تمامه، این حکومت دیگه نمیتونه این با این بودجه کار ما آغاز یک پایانه. بسیاری از قشرهای تحصیل کرده جامعه ما که در نهادهای مختلف دولتی کار میکردن و تصورشون این بود که با یک کار کارشناسی و مدیریتی میتونن برنامه‌ریزی کنن مثلا بر توسعه کشور از جمله در سازمان برنامه‌ریزی، در اون بزنگاه هایی که شاه آخرین برنامه های کارشناس شده رو بررسی میکرد با یک تبختری در حالی که انگشت در اصطلاح این چیز کدش قرار میداد با تبختر میگفت این درست نیست اینو عمل بکنید. خب این خیلی اثر نامطلوب در یک قشر وسیعی از کارشناسان سازمان برنامه ما میذاشت که در حال این جمع وسیعی که در حال کار کارشناسی کردن یه برنامه برای توسعه کشور تدارک کردن، شاه فقط با ذهنیت خودش میخواد اون رو وتو بکنه و اون چی خودش فکر میکنه جایگزین کنه. مسابقه واردات در کشور راه میافتد، از تسلیحات نظامی تا کالای مصرفی. ایران بهشت غرب شده است. سال 73 سال آغاز ریزش و هجوم واردات به ایران. شاه شروع کرد واردات کردن. واردات انجام میشد، میومد توی پشت گمرکات. سیستم ترخیص نداشتیم، تخلیه نداشتیم، نگهداری نداشتیم. کشتی هایی که در بندرگاه میموندند و بیش از چند برابر بیشتر از نرخ اون کالا حق
توقف میگرفتند. جریمه‌های زیادی بابت دمورار پرداخت میشه در طول این مدت. کامیون هایی که وجود نداشت و مجبور بودن از انگلیس راننده و کامیون استخدام کنند که مفصل راجبش گزارش هست و برخی از این اینا اصلا نمیتونن کار کنن چون زیر ساخته جاده‌ای برای تردد اینا وجود داره. جاده نداریم. تا میایم جاده را ایجاد بکنیم وسیله حمل و نقل نداریم. تا ناوگان حمل و نقل ایجاد میکنیم راننده. بعد خیلی خوب همینا ایجاد شدن. اینا کجا میخوان بشینن؟ این ماشینالات هم شد رفت نشست. یکی بعد اینا رو بهره‌برداری بکنه. مدیر میخوایم و اساساً کالاها فاسد میشدن بعضی در چیز و بیش از مثلا یک چیزی که وارد میشه مثلا به قیمت 100 تومان 200 تومان 300 تومان هزینه بابتش شد بعدم از بین میرفت فاسد میشد و این کار یه دفعه دوباره دو دفعه یک روز دو روز نبود یک روند شد. شروع کرد پول خرج کردن زیاد. این پول خرج کردنی که البته برای یکی دو سال اول به رشد رو آمد جلو ولی کم کم تراز به نفع تورم مثبت شد. یعنی مثبت یعنی تورم رفت بالا رشد اقتصادی اومد پایین. دولت هویدا خب در این مورد به هر حال کاملا مقصر بود. یعنی به هر حال تابع منویات شاه و درباریان بود. واقعیت اینه که فساد درباریان تو موقع تو نامی که تو اسناد خارجی انگلیسی و آمریکایی به شدت زیاد بود به خصوص از ناحیه خانواده سلطنتی بعضی از اعضای خانواده سلطنتی. شاه بیش از هر چیز دلبسته ارتش و تسلیحات نظامی است. حضور نظامی ایران از یمن جنوبی تا ویتنام و شاخ آفریقا گسترش می‌یابد. در همین زمان بعد از بیرون رفتن بریتانیا از خلیج فارس، شاه تبدیل به ژاندارم منطقه می‌شود. ارتش ایران در جنگ ویتنام حضوری محرمانه دارد. جدا از هواپیماهای نیروی هوایی ایران در آسمان ویتنام، برخی از نظامیان ارتش فارغ از کمک‌های لوجستیکی بر علیه چریک‌های ویتکونگ نیز دست به عملیات نظامی می‌زنند. مسئله‌ای که دولت هویدا طبق قانون باید لایحه آن را تقدیم مجلس می‌کرد، مسئله‌ای که رخ نداد. افسرانی که دوره خدمتشان در ویتنام تمام شده به تهران باز می‌گردند. این آقایون در شرایط سختی با سربلندی و افتخار انجام وظیفه کردند و الان هم یه عده‌ای از افسران هستند که در اینجا باقی می‌مانند. وقتی انگلیسی‌ها از خلیج فارس رفتند، میراثی از اختلاف به جای گذاشتند. بحرین با اینکه توسط استعمار پیر در عصر قاجاریه اشغال شده بود، با قبول دولت هویدا در جلسه مشورتی بدون انتخابات تحت نظارت نهادهای بین المللی از ایران اعلام استقلال کرد. بسیاری نسبت به این مسئله اعتراض و انتقاد کردند. کار به جایی رسید که او توسط گروهی از نمایندگان مجلس استیضاح شد. در آن اعلامیه تصریح شده است که استعمار انگلیس به زور و تزویر به خاطرتون هست به زور و تزویر بحرین را از مادر میهن جدا نبوده است. درسته که هرگز چنین اقدامات و نتایج حاصل از آن که معارض با حاکمیت و مالکیت ایران نسبت به بحرین باشد نمیتواند چه از نظر اصل حاکمیت ملی و مقررات اساسی داخل و چه از نظر مقررات و سنت‌های بین‌المللی نافذ و مورد قبول ملت ایران و در نتیجه نمیتواند مورد قبول مردم بحرین باشد.
دولت را به علت این سهل‌انگاری ها تعرض از نسبت به این اصول گروه پارلمانی پنیرانیست هر پنجتن نماینده پنیرانیست استیضاح هویدا در خارک بوده که خبر رو گوش میکنه و مطلع میشه که حتی سفرش رو نیمه کاره میگذاره و سراسیمه برمیگرده. فردای اون روز دعوت میکنه نمایندگان مجلس رو، نمایندگان اکثریت رو، یعنی حزب ایران نوین رو از طرفی در محل حزب ایران نوین، و در اون جلسه تعرضات سختی میکنه به نمایندگان که اصولا شما چرا فلان کس رو پشت تریبون پایین نکشیدید، چرا پیش دستی صندلی ها رو سرش خورد نکردید، اصلا چرا گذاشتید به صحبتش ادامه بده. البته اینها میگن و بعدم شنیدم که بعضیاتون اشک تمساح ریختید. سخت مورد تعرض قرار میده نمایندگان حزب ایران رو میره. به من پیغام دادند که اگر که موضع‌گیری نکنه این امکانات رو خواهی داشت. برای اینکه فردای همون صبح زمین روزنامه های وابسته به دولت غالبا نوشتن که فرکسیون پنیرانیست در دوره آینده تعدادش تبدیل خواهد شد به 30 نماینده. برای این بود که در واقع ما بر حال مجذوب این برنامه بشیم و موضع‌گیری جدی نکنیم. و گفتم به من این پیغام داده شد و ضمناً پیغام داده شد که در غیر این صورت شما انتحار روف انتحار سیاسی میکنی هویدا، که همون وقت اون پاسخ رو دادم و در مجلس هم بیان کردم. گفتم که پاسخ من این است که این انتحار سیاسی نیست، شهادت سیاسی است. گذشت از اینکه آینده نشان خواهد داد که آیا من یا شما کدام یک انتحار سیاسی کرده ایم. دولت هویدا از این استیضاح جان سالم به در می‌برد، اما بسیاری از رجال دربار پهلوی مشکلاتی را پیش بینی می‌کردند. از این رو نزد شاه رفتند و خواستار چاره‌اندیشی شدند. نتیجه اش چیزی نبود که جلوی طوفان پیش رو را بگیرد. حزب رستاخیز بروکراسی ایران را شدت بخشید و نه تنها به شاه و حکومتش کمکی نکرد، بلکه خودش به پاشنه آشیل برای رژیم پهلوی تبدیل شد. وقتی علازاد من فرمودن که میخواییم تشکیل سیاسی مملکت را عوض بکنیم و یه سیستمی درست بکنیم که دار انتقاد از داخل خودش باشه، من بهشون عرض کردم قربان من فکر نمی کنم که این مسئله مملکت ما باشه. مسئله مملکت ما این استش که مردم اونطوری که باید شاید به عملیات دولت، به اقدامات دولت، به تصمیمات دولت اعتماد ندارن و یه علت اصلیش مسئله فساده که رابطه در از دادن حتما خوششون نیمد. بعد وقتی که خب اینا به شاه میگن توسعه سیاسی باید انجام بشه، شاه در ظاهر خیلی استقبال میکنه و خیلی با مهربونی رفتار میکنه، میگه بله بله درسته، ولی وقتی اینا میرن مدت کوتاهی بعد درست خلاف منویات این عمل میکنه و خیلی عجیبه. چندین بار شاه توصیه های خیلی سرنوشت‌سازی بهش شده و خلافش عمل کرده، موارد دیگه هم بوده به خصوص در سالهای در ماهای منتهی به انقلاب و قبلش هم همینطور. و شاه میره به جای اینکه احزاب رو توسعه بده و آزادی ها رو گسترش بده، اون چند تا حزب نیمبند هم تعطیل میکنه و حزب واحد رستاخیز اعلام میکنه. شاهی که در خاطرات خودش در نوشته‌های قبلی خودش، حالا منسوب به خودش البته، میگه که تک حزبی و نظام اینکه یک گروه فقط حکومت کنه یک نظام دیکتاتوری هست، خودش حزب واحد رستاخیز درست میکنه و بعدم با اون شعاری که به اصطلاح همه باید عضوش بشن و خیلی در واقع اجباره در عضویت در حزب رستاخیز. مثل دکتر بشیریه در کتابش اشاره‌ای که داره میگه که او میگه که به سمت فاشیسم داشت میرفت دولت پهلوی در دهه 50. یعنی ویژگی هایی که میتونیم ببینیم، حزب واحد دیگه، از حتی دو حزبی هم، دو حزبی دولتی، دو حزبی ساختگی هم فراتر رفته و حزب واحد. و میگه هر کسی که نمیخواد عضو حزب باشه میتونه از کشور بره، پاسپورتشو بگیره از کشور بره. این هماهنگی که نقشی اساسی در قاطعیت امور حزبی و امور دولتی دارد، مستلزم آن است که اندیشه های حزبی به صورتی سریع‌تر در دستگاه های دولتی انعکاس یابد و دولت در قبال این نظرها و عقاید مردم که از طریق کانون ها عنوان می شود
مسئولیت بیشتری احساس کند و متقابلا با الهام. دبیر کلی حزب رستاخیز به هویدا رسید، حزبی که قرار بود وضعیت آشفته کشور را سامان بدهد، خود تبدیل به یک مشکل بزرگ شد و محلی برای زد و بست های کارگزاران پهلوی. جالب اینجاست که بعد از تشکیل حزب رستاخیز، هویدا در قدرت هوو پیدا کرد. حزب رستاخیز رفته رفته باعث افول هویدا می شد، گرچه او سعی داشت رکورد نخست وزیریش را افزایش دهد. استدعای همکاری از طرف آقایون، بنده جلسه رو خاتمه میدم. جلسه بعدی ساعت 2:30 بعد از ظهر در اینجا، ولی چون دور هم جمعیم و علاقه دارید با هم صحبت کنید، یک نان پنیر بسیار مختصری براتون منظور شده در هتل هیلتون. در اونایی که با هم، بله، نان پنیره، خیلی هم خوشمزه است، من نان پنیر خیلی دوست دارم در هر صورت، و بتوانیم واقعا دور هم بازم اونجا صحبت های بکنید. اگرم بازم ایده بین خودتون نظریاتتون میتونید تلفیق کنید، هر چی نظریات تلفیق شده بیاد آسان تره برای جذب کردن. خیلی متشکرم. اگرچه هویدا در آغاز کار به عنوان اولین دبیر کل حزب رستاخیز معرفی شد به عنوان رهبر قبلی حزب اکثریت که حزب ایران نوین بود، ولی به نظر میرسه که تاسیس حزب رستاخیز هم در واقع میشه گفت که آغازی بود بر کند شدن چرخنده های دولت هویدا و آغازی بود برای جانشین شدن یک نسل جدیدتر و تا حدی غربگراتر و غرب‌محورتر و بیشتر ضمناً تازه نفس، در این حال همچنان وفادار به هر آنچه که شاه میگه به رهبری جمشید آموزگار. دیپلمات جوان انگلیسی در ایران بود در اون موقع، در زمان تاسیس رستاخیز، به نام پیتر وستماکوت. چند تا نکته مطرح میکنه در گزارش که نوشته بعد از گزارش محرمانه‌ای داره به تاریخ 8 می 1975، یعنی 18 اردیبهشت 1354. اشاره میکنه که در واقع از همون اول دعوای هویدا و آموزگار در حزب کاملا آشکاره و از قول ارتش بود اویسی، جنرال اویسی میگه که این حزب قراره یک تغییرات اساسی ایجاد کنه در چهرهای سیاسی، چون در 10 سال گذشته فقط یه عده خاص حکومت میکردن و شاه دوست داره یه چهرهای جدید روی کار بیاره. این گفتگویی که با فرهنگ مهر داره که بعداً رئیس دانشگاه شیراز میشه و معاون وزارت علوم میشه و سناتور هم بود، تمام کسانی که در شهرستان ها در حزب رستاخیز مسئولیت به عهده گرفتند، کسانی هستند که جزو بدنام‌ترین افراد شهرستان هستند. هیچ آدم حسابی حاضر نشده بیاد در حزب رستاخیز خودش کاندید کنه، چون انقدر این ساختار کثیفه و پیچیده است و افراد موجه علاقمند نیستن تو این بازی وارد بشن. کوشش ما در اینه که واقعا افرادی معین بشن و کاندیدا بشن، نامزد بشن که 100% مورد توجه افکار عمومی باشن. بنده خیال میکنم این همه معانی رو میرسونه. اشخاص بیان خوشنام، اشخاصی باشند که از هر جهت مورد اطمینان مردم باشند. یکی از رازهای ماندگاری دولت هویدا تسهیل کنندگی فساد درباریان بود. او در برابر خواسته خانواده شاه و نزدیکان دربار نه تنها سکوت میکرد که نقشی همراه کننده داشت. مسلماً خودش اهل گرفتن رشوه نبود، ولی رشوه راحت میداد از بیت المال و تمام اطرافیان اون عده از اطرافیان اعلیحضرت رو که فاسد بودن نه تنها میخورون بهشون، بلکه اغوای به فساد هم میکرد. این قسمت ها درباره مرحوم هویدا تا چند سالی قابل انتشار نیست. توجه بفرمایید، در مورد شاهدخت اشرف، شاهدخت فاطمه، شاهپور علیرضا، شاهپور غلامرضا، شاهپور محمود رضا سعی میکرد که بر اینها به هر قیمتی شده کمیسیون در قراردادها و امثال اینها فراهم بکنه و اینها رو واسطه انجام معاملاتی قرار بده که اینها بتواند از اون محل وجوهی دریافت بکنن. روایت های منتشر نشده ای از نوع رابطه هویدا با اعضای کابینه وجود دارد که نشان می‌دهد یکی دیگر از رازهای ماندگاری او نگاهش به وزرای کابینه است. هویدا فوق العاده نسبت به کسانی که در دولت می‌درخشیدند حساسیت داشت و سعی می‌کرد اونها رو خراب بکنه پهلوی شاه، و یا در افکار عمومی یا از طریق مطبوعات یا به هر ترتیبی که می‌توانیم.
کسانی بودند که به این ترتیب فدای ایشون شدند. عبدالرضا انصاری به طور قطع، جواد صدر به طور قطع، جمشید آموزگار زورش نرسید اون رو از کار به کلی بیکار بکنه، ولی به هر حال به وضعی رو انداخت که درخشش و جاه طلبیش تمام بشه. و وقتی که جاه جمشید آموزگار آمد دیگه خیلی دیر بود، چون جمشید آموزگار مدیر خوبی بود ولی نه مرد دوران بحران. ناظران سیاسی عقیده دارند که تهران و بغداد تصمیم دارند مناسبات خود را در همه زمین‌ها گسترش دهند و به اتفاق به تأمین و حفظ ثبات در منطقه خلیج فارس کمک کنند. یک هیئت عالی رتبه عراقی در سفر به تهران همراه آقای صدام حسین هستند. به من گفتن که صدام حسینی آدمیه که باش نمیشه صحبت کرد، نخست وزیر و معاون رئیس جمهور عراق بود اون موقع و آدم خیلی بدقلقی هست و خیلی هم گرایش به کمونیست‌ها و شوروی داره و چیزه و آدمیه که نمیشه باش دیل کرد، معامله کرد. که وقتی رفتم اونجا اولا خیلی خوش اومد از صدام حسین، اولا به هیچ وجه کمونیست نبود و خیلی عوض کمونیست رو بعدش میومد و حتی سرکوبشون کرد. دومه که یک شخصیتی داشت و یک روحیه‌ای داشت که من خیلی خوش اومد و اون این که آقای صدام حسین با وزراش در حضور ما مثل کثافت رفتار میکرد و این خیلی خصلت خوب و جالبیه و من خیلی خوش اومد از اون. نمیدونم بابت این چی باید گفت، ولی شاید نشون دهنده که آن چیزی که هویدا میخواست باشد و نمیتوانست باشد در وجود شاه و در واقع اون منویات قلبی خودش در واقع خواست مطرح کنه. هویدا به پایان کار رسیده است. سال 13 سال نحس نخست وزیری اوست. کارتر در آمریکا به قدرت رسیده و سیاست های آمریکا تغییر کرده و حالا ایران به عنوان جزیره ثبات هر روز آشفته تر از دیروز همه متحدان شاه را نگران کرده بود. تجربه تاریخی تنها یک فرمول برای تغییر وضعیت ایران تجویز کرده و آن تغییر دولت است. دولت دوران ثبات شاه جای خود را به دولت دوران گذار می دهد. جمشید آموزگار تنها نخست وزیر ایرانی تحصیل کرده ی آمریکا جایگزین هویدا می شود و او به وزارت دربار می رود. کنار گذاشتن هویدا از نخست وزیری یک اقدام ناگزیر بود برای شاه، ولی روی کار آمدن آموزگار یک اشتباه بزرگ بود. وقتی که هویدا کنار گذاشته شد، خب به حال با این وضعیت که کنار گذاشته شد سرشکسته شد. در واقع انتخاب هویدا، انتصاب هویدا به سمت وزیر دربار هم شاید کاری بود که شاه از سر ناچاری برای اینکه یک دلجویی کرده باشه انجام داد. کشور دچار بحران شده است. به سوی تمدن بزرگ و طرح‌های بدون پشتوانه، حیف و میل درآمدهای نفتی کشور را به سراشیبی سقوط رسانده است. مردم معترض از وضعیت اقتصادی دست به اعتراض می‌زنند. دیگر خبری از سخنان امیدبخش نیست. سرعتی مثلا 100 مایل 100 داشت میرفت جلو و هیچ کسی در اونجا نبود که پاش رو ترمز بذاره. یا یعنی هندوستان، یک کشوری که در حد 20 برابر ایران جمعیت داشت، یک چنین برنامه رو نداشت، در حالی که ایران باز با توجه به یک برنامه بسیار بزرگی سازمان برنامه در حقیقتا در نزدیکی ورشکستگی قرار گرفته بود و تمام این شرکت های مختلف دولت که 70-80% منابع سازمان برنامه به اینها داده میشد، هیچ مسئولیتی نشون نمیدادند و هیچ حساب کتاب صحیح نداشتند
و هم موقعی بود که بالاخره انقلاب شروع شد. به هر حال مسئولیت این رو باید مقامات ایرانی به عهده بگیرن. حالا یه دیشون تحصیل کرده بودن، میتونستن بالاخره از یه چنین وضعی تندازی جلوگیری کنن. کسر بودجه ای مثل که داریم، این کسر بودجه چی رو نشون میده و آیا باید ترسید از اینکه کسر بودجه داشت یا خیر؟ ما کسر بودجه داریم برای سرمایه گذاری بیشتری بکنیم. ما اگر کسر بودجه پیدا میکنیم، برای پر کردن این کسر بودجه وام میگیریم. با این وام چه از داخل وام بگیریم چه از خارج فرق نمیکنه. با این وام یه مقدار تأسیساتی به وجود میاریم که اگر اینو به وجود نمی آوردیم در آینده برامون گرونتر دوام میشد، دیرتر بهمون بهره و ثمر میداد. یهو افزایش قیمت ها به وجود اومده، مردم نمیتونن خودشون رو تعدیل کنن و حتما در تاریخ شما هم دیدید که خیلی اعتصاب ها شکل میگیره و این اعتصاب ها ناشی از اینه که مردم ناراضی هستند نسبت به مسائل اقتصادی. چرا؟ چون در سالهای 50 51 52 53 54 پول خرج کرده، به رفاه اقتصادی رسیده، حالا پولش نمیتونه اونقدر قدرت خرید داشته باشه، نارضایتی شکل میگیره. پیاز که اول پیدا نمیشه، قریبا پیاز 1 کیلو 5 تومن، یه دفعه 2 تومن رفته 5 تومن، الان 1 کیلو 2 تومن گنده است. بعد ازش بزنیم دور گنده که نداره اینا، نداره خدا نگاه کنه دیگه گنده است یا نه. از توی همین برداشتم دیگه، میدونم این پیازا رو 2 تومن خودش میگه چند میخره. از کجا میخرین؟ شرکت آمونی. وقت شرکت آبونی هم این نرخو گذاشته. بله. توی شرکت آبونی شما میتونید پیازا رو سوا بکنید؟ نه، مشتری موقع خرید میتونه سوا بکنه؟ پیاز نه. شما خودتون جز کسایی بودین که میوه گرون شده بود تحریم کردن، تحریم کردن؟ بله. شما بله بله الان بازم حاضرین شما؟ بازم حاضرم واقعا. برای عید حتی من برای میوه نخریدم، فقط یک کیلو سیما برای عید نتونستم پیدا کنم. مادم پرتقال بخرم میگن موزم باید بخری، به چه علت؟ شاید نخوام موز مصرف کنم. در ازای هر یک کیلو پرتقال باید یک کیلو موز بخرم. این خانم شاکی هست اگه میگن که هر پرتغالی که بخوام بخرم، پرتغال موز با ما دادن مطابق نه مطابق نقره میپیچید. نه چرا بخوام پرتغال بخرم، موزم مجبور هستن که بخرم. سه دو کیلو یک کیلو واسه بشو بفروشم. علتش اینه به من دادن منم بدم. میداده هم شرکت؟ کدوم شرکت؟ چه میدونم کدوم شرکت. شرکت میاد اینجا میه بروشا میارم پول چی میگیرن، نقدی خانم میارن اینجا با ماشین میارن پول چی میگیرن میرن. خب شاید یکی موز نخوام مصرف کنه. خب اینی که به ما دادن خانم، این دلیل نمیشه. دلیل نشه. اگه من میتونم بخرم ولی نه میخرم نه میخورم. خب شما تا کی میخواین این کار رو ادامه بدین؟ والا تا وقتی که زورم برسه. من به بچه‌م هم پرتقال نمیدم، به شوهر مریضم هم نمیدم، خودم هم نمیخورم. ولی این نمیتونه ادامه پیدا کنه. شما در ایام عید برای پذیرایی از مهموناتون میبینید؟ ابدا هیچ. هیچ. خب بی خود گرفتن. شما دوستاتون هم تشویق میکنید؟ همه مردم، حتی خونه‌شون که رفتم اگر بوده نخوردم. بلکه گفتم من تحریم کردم نه برای اینکه فقط نخرم، نخورم. هویدایی که در دوران نخست وزیری تشکیلات وسیعی را ایجاد کرد، حالا به جایی میرود که برایش حقیر میآمد. در وزارت دربار مثل اسدالله علم نشد که با نزدیکیش در پرونده‌های مهم تأثیر گذار باشد و بیش از هر چیزی بنابر سنت زندگیش در دربار نیز تبدیل به یک کارمند شد. هویدا در دوران وزارت دربارش کار زیادی نکرد و تأثیرگذاری چندانی نداشت، به جز یک کار که در واقع باز کمک کرد به تسریع روند سقوط شاه و اون کمک سرنوشت ساز بود در نوشتن مقاله معروف استقمار سرخ و سیاه، که وقتی که در واقع شاه میخواد از او که همچین نامه‌ای در دربار نوشته بشه، عده‌ای از نویسندگانی که با دربار همکاری داشتن روزنامه‌نگار این نامه رو تهیه میکنن. آقای فرهاد نیکوخواه، نه نیکخواه، فرهاد نیکوخواه و یه تیمی روش کار میکنه. اولی مقاله رقیقی نوشته میشه، شاه میگه این قوی نیست به اندازه کافی و قوی تر میشه، در واقع به عنوان در واقع مقابله با مصاحبه مهم و تاثیرگذار امام خمینی با روزنامه لومونده در واقع این کار صورت میگیره در نجف. و خب این نامه در دربار تهیه میشه و در واقع هویدا علیرغم اینکه گفته میشد خیلی از لحن تند نامه راضی نبود، باز هم به روال سابق هیچ تاثیر منفی نتونست بذاره و نتونست تاثیرگذاری روی روند لجاجت شاه بذاره که و بگه که این نامه ممکنه خطرناک باشه. حتی همایون میگه وقتی من نامه رو به من دادن با در پاکت سربسته دربار تهیه کرده بود و من طبق معمول که این نامه ها رو به عنوان وزیر فرهنگ و هنر میدادم به افراد وزیر ارتباطات میدادم به دیگران،
و روزنامه ها که چاپ بکنن. اینو اتفاقی دادم به آقای علی باستانی سردبیر روزنامه اطلاعات و اصلا نمیدونستم ادعای هویدا البته ادعای همایون رو که میگه من نمیدونستم توش چیه. نامه رو دادم به باستانی، میگه باستانی به من فرداش تماس گرفت گفتش که ما این نامه رو شما خوندید، مقاله رو خوندید، شما استعمار سرخ و سیاه که به نام مستعار احمد رشیدی مطلق چاپ شده نوشته شده. گفتش نه نخوندم. گفت این نامه، این گزارش اگه چاپ بشه، این مقاله اگه چاپ بشه، روزنامه رو بر سر ما خراب میکنن و مملکت خیلی به خطر میفته. همایون میگه من خیلی بدون اینکه بدونم چقدر این حرف چدیه، گفتم که ما سوال هاست دادیم شما خوردین برای همچین روزایی و شما باید اینو چاپش کنید. اعلیحضرت فرمودن باید چاپ شه، دربارم فرستاده باید چاپ بشه. اگه شما چاپ نکنید ما روزنامه رو سر و سر شما خراب میکنیم و باید این چاپ بشه. و در واقع این در واقع منشأش در یک در واقع کنسرسیوم بین شاه و دربار که هویدا باشه صورت گرفت. غیر از این تاثیرگذاری آنچنانی ما از هویدا نمی‌بینیم. برکناریش از وزارت دربار در میان اخبار پرشور انقلاب گم می شود. جالب اینجاست او در زمانه‌ای به دستور شاه و دولت ازهاری به زندان می افتد که تمام رسانه ها در اعتصاب به سر می برند و خبری از بازداشت او نیست. بسیاری از زندانی شدن هویدا مبهوت شدند. آیا محمد رضا شاه پهلوی 15 سال از دوران خودش را زندانی کرده است؟ دستگیری هویدا دو تا وجه داره. یک وجه شخصیتی و معرفتی و خصوصی داره که در واقع کسی که 13 سال حداقل نخست‌وزیر بوده و در مناصب مختلف به شاه و نظام پادشاهی خدمت کرده اینجوری به این سرنوشت گرفتار میشه و در واقع کارش هم فقط اجرای دستورات شاه بوده. مسئله دوم نشون میده که شاه در واقع خودش رو داره زندانی میکنه، چون هویدا چیزی جدا از شاه نبود و اینکه در واقع شاه بیاد بگه که نخست وزیر 13 ساله من مقصره یا متهمه باید بره در زندان، دو تا حالت بیشتر نداره. یا من شریک جرم هستم یا 13 سال در غفلت بودم و هیچی از مملکت داری نمیدونستم، که هر دو تا به معنای ناکارآمدی و رأی عدم صلاحیت نظام پادشاهی و شخص محمد رضا شاه بود. چه دلمون بخواد چه دلمون نخواد، هویدا نخست وزیر این مملکت بود. انگشت اتهامات به سوی هویدا متوجه بود، یعنی انگشت اشاره به سوی امیر عباس هویدا بود، نه در دل مذهبی ها و کسانی که الان شعار مرگ بر شاه میدادن، بلکه در درون اپوزیسیونی که تو خود دربار حتی صورت گرفته بود، در بین دولت مردان پهلوی صورت گرفته بود، انگشت اشاره متوجه امیر عباس هویدا بود که این فساد رو نهادینه کرده. برای این دستگیری هویدا فراتر از دستگیری یک رجل سابق یا یک سیاستمدار خاطی عمل کرد برای شاه، یک نسلی از کارگزاران ایران و به اصطلاح کسانی که به اصطلاح همه هویتشون از شاه داشتن و همه زندگیشون برای نظام پادشاهی می‌خواستن فدا کنن، فهمیدن که اتکایی وجود نداره و باید فقط سرنوشت خودشون از این پرخواب روش حساب بکنن و خودشون نجات بدن. فقط هیچ کس نگفت مرگ بر هویدا، هیچ کس نگفت مرگ بر ناصر مقدم یا نصیری، مگه گفتن مردم؟ گفتن مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا. خب برای نجات عامل اصلی باید بقیه قربانی بشن. برای امریکایی‌ها هویدا ارزشی نداره. سربازی بود از دورانی سپری شده و یک ابزار سیاسی بود که کارایشو از دست داده بود و شاه هم که یک در یک غرقاب در حال غرق شدن قرار داشت، طبیعتاً به هر وسیله‌ای دست می‌زد برای اینکه خودشو نجات بده. خب افکار عمومی هویدا رو تا حدی مقصر میدونستن، یعنی تصور شاه بود که او رو مقصر وضعیت پیش اومده میدونستن و شاه هم که چندین بار علنی و غیر علنی عذرخواهی کرده بود میخواست نشون بده که میخواد جبران کنم. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم. Go, 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 go
بالا رفتن قیمت نفت انضباط مالی دولت را از بین می‌برد. ایران وارد مسابقه واردات می‌شود و به عنوان کشوری مبدع مورد توجه کمپانی‌های بزرگ و کوچک قرار می‌گیرد. دولت نمی‌داند چگونه پول‌هایش را خرج کند. کشورهای آفریقایی و آسیایی به دنبال وام در دربار ایران صف می‌کشند. تجربه تاریخی برای ایران از آغاز قرارداد دارسی و از اولین روز استخراج نفت در سال 1908 در ماه می 1908 در چاه شماره 1 مسجد سلیمان برام چاه نفتون نشون داده که هر وقت درآمدهای نفتی ایران بالا رفته و برنامه ریزی برای این هزینه کردن نباشه، پولدار شدن آغاز مصیبت ایران بوده و خبر خوشی برای ایران نبوده. وقتی ایران کم پول بوده، کم پول هست، میتونه برنامه‌ریزی بکنه و کمربند رو صفر ببنده و با حساب کتاب خرج میکنه. ولی آدم وقتی به پول میرسه و به حساب کتاب خرج میکنه، میتونه زودتر از آدم فقیر بدبخت بشه. روزگاری بود ما احتیاج به کمک داشتیم، ولی هر کمکی که به ما کردن زیر اون کمک یک تبصره‌ای نوشتن. این کارو میکنی، این کارو نمیکنی، این کارو میکنی، این کارو نمیکنی. ما به دنیا کمک میکنیم، افتخارم میکنیم کمک میکنیم، ولی تبصره ای نمیذاریم. همین جاست که فرمان اقتصاد از دست تکنوکرات هایی که در دهه 40 موفق عمل کرده بودند خارج میشود و آنها از دولت کنار میروند. شاه این کاری کرد، دچار این اشتباه شد، فکر کرد موفقیت دهه چهل کار اون بوده، در حالی که کار گروه دیگری بوده. به اونها شروع کرد تاختن، از کار اونها رو برکنار کردن. در کشور این اتفاق افتاد، درآمد نفت رفت بالا. شاه دنبال اینه که توسعه پیدا بکنه، ولی نمیدونه چطور. بزرگانی هم که در دهه چهل حضور داشتن و اینها جلوی در حقیقت دخل و خرج رو داشتن برنامه ریزی میکردن، با این برنامه ریزی اقتصادی بود که نرخ‌های رشد بالا و تورم پایین بود. بنابراین یه مقابله به وجود میاد بین قشر دانای اقتصادی و مسئولین اجرایی. این اتفاق افتاد که آقای صفی اصفی از سازمان برنامه بودجه اومد بیرون، آقای مهدی سمی اومد بیرون و کم کم اون افرادی که دهه 40 داشتن شکل داده بودن از صحنه کارزار خارج شدن، تضعیف شدن، سازمان های مربوطه تضعیف شد. مرحوم دکتر آگاه تعریف کرد، میگه ما رفتیم از طرف سازمان برنامه پیش شاه با لباس کاملا رسمی و بودجه سال 55 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم به شاه دادیم و شاه هم نگاه کرد و توضیح کامل دادیم و پذیرفت و خیلی هم تشکر کرد و ما اومدیم بیرون. گفت نصف شب به من زنگ زدن و گفتن که فردا علازت شما رو احضار کردن. گفت من خیلی ترسیدم، گفتم که لابد تیسری پیدا کردن، یه خطایی مرتکب شدیم ما که متوجه نبودیم و حالا اونا میخوان عقوبت میکنن یا توبیخ میکنن. گفت ما صبح رفتیم با همه مسئولین اقتصادی و برنامه‌ریزی پیش شاه و شاه گفتش که این بودجه ای که شما آوردید بسیار بودجه خوبیه و منطقیه در شرایط عادی، ولی ما شرایط عادی نیستیم، ما در یک تحول داریم میخوام پیش ببریم و نمیخوام به اصطلاح با این حالت سرعت کند و با برنامه‌ریزی و خیلی با دقت و با ملاحظه کاری پیش بریم. تمام این دقت خود نیست که میگم، تمام اون ارقامی که در بودجه هست ضرب در دو کنید. بله خیلی عجیبه. یعنی ببینید بودجه بر اساس یک بارمبندی و رتبه و یک گریدی کم و زیاد میشه ارقامش. یعنی قرار نیست که مثلا یه نفر که حقوقش مثلا 100000 تومان میشه 200000 تومان، وقتی حقوق اون 1000 تومان میشه 2000 تومان، 100000 تومان میشه 120000 تومان، نه 200000 تومان. مثلا میگم وقتی یک بودجه یک دفعه یه شب ضرب در دو میشه، این آغاز یک بحران و آغاز یک تلاطمه. آقای آگاه گفت من پشتم لرزید و گفتم این مملکت دیگه کارش تمومه، این حکومت دیگه نمیتونه این با این بودجه کار ما آغاز یک پایانه. بسیاری از بشوهای تحصیل کرده جامعه ما که در نهادهای مختلف دولتی کار میکردن و تصورشون این بود که با یک کار کارشناسی و مدیریتی میتوانند برنامه‌ریزی کنند مثلا بر توسعه کشور از جمله در سازمان برنامه بودجه، در اون بزنگوهایی که شاه آخرین برنامه های کارشناسی شده رو بررسی میکرد
با یک تبختری در حالی که انگوش در به اصطلاح این چیز کدش قرار میداد با تبختر میگفت این درست نیست اینو عمل بکنید. خب این خیلی اثر نامطلوب در یک قشر وسیعی از کارشناسان سازمان برنامه ما میذاشت که در حال این جمع وسیعی که در حال کار کارشناسی کردن یه برنامه‌ای برای توسعه کشور تدارک کردن، شاه فقط با ذهنیت خودش میخواد اون رو وتو بکنه و اون چی خودش فکر میکنه جایگزین کنه. مسابقه واردات در کشور راه میافتد، از تسلیحات نظامی تا کالای مصرفی. ایران بهشت غرب شده است. سال 73 سال آغاز ریزش و هجوم واردات به ایران. شاه شروع کرد واردات کردن. واردات انجام میشد، میومد توی پشت گمرکات. سیستم ترخیص نداشتیم، تخلیه نداشتیم، نگهداری نداشتیم. کشتی هایی که در بندرگاه میموندند و بیش از چند برابر بیشتر از نرخ اون کالا حق توقف میگرفتند. جریمه های زیادی بابت دمورژ پرداخت میشه در طول این مدت. کامیون هایی که وجود نداشت و مجبور بودن از انگلیس راننده و کامیون استخدام کنند که مفصل راجبش گزارش هست و برخی از این اینا اصلا نمیتونن کار کنن چون زیر ساخته جاده‌ای برای تردد اینا وجود داره. جاده نداریم. تا میایم جاده رو ایجاد بکنیم وسیله حمل و نقل نداریم. تا ناوگان حمل و نقل ایجاد میکنیم راننده. بعد خیلی خوب همینا ایجاد شدن. اینا کجا میخوان بشینن؟ این ماشینالات هم شد رفت نشست. یکی بعد اینا رو بهره‌برداری بکنه. مدیر میخوایم. و اساساً کالاها فاسد میشدن بعضی از چیز و بیش از مثلا یک چیزی که وارد میشه مثلا به قیمت 100 تومان 200 تومان 300 تومان هزینه بابتش شد بعدم از بین میرفت فاسد میشد و این کار یه دفعه دوباره دو دفعه یک روز دو روز نبود یک روند شد. شروع کرد پول خرج کردن زیاد. این پول خرج کردنی که البته برای یکی دو سال اول به رشد رو آمد جلو ولی کم کم تراز به نفع تورم مثبت شد. یعنی مثبت یعنی تورم رفت بالا رشد اقتصادی اومد پایین. دولت هویدا خب در این مورد به هر حال کاملا مقصر بود. یعنی به هر حال تابع منویات شاه و درباریان بود. واقعیت اینه که فساد درباریان تو موقع تو نامی که تو استاد خارجی انگلیسی و امریکایی هست به شدت زیاد بود، به خصوص از ناحیه خانواده سلطنتی، بعضی از اعضای خانواده سلطنتی. شاه بیش از هر چیز دلبسته ارتش و تسلیحات نظامی است. حضور نظامی ایران از یمن جنوبی تا ویتنام و شاخ آفریقا گسترش می‌یابد. در همین زمان بعد از بیرون رفتن بریتانیا از خلیج فارس، شاه تبدیل به ژاندارم منطقه می‌شود. ارتش ایران در جنگ ویتنام حضوری محرمانه دارد. جدا از هواپیماهای نیروی هوایی ایران در آسمان ویتنام، برخی از نظامیان ارتش فارغ از کمک‌های لوجستیکی بر علیه چریک‌های ویتکونگ نیز دست به عملیات نظامی می‌زنند. مسئله‌ای که دولت هویدا طبق قانون باید لایحه آن را تقدیم مجلس می‌کرد، مسئله‌ای که رخ نداد. افسرانی که دوره خدمتشان در ویتنام تمام شده به تهران باز میگردن. این آقایون در شرایط سختی با سربلندی و افتخار انجام وظیفه کردند و الان هم یه عده‌ای از افسران هستند که در اینجا باقی میمونند. وقتی انگلیسی ها از خلیج فارس رفتند،
میراثی از اختلاف به جای گذاشتند. بحرین با اینکه توسط استعمار پیر در عصر قاجاریه اشغال شده بود، با قبول دولت هویدا در جلسه مشورتی بدون انتخابات تحت نظارت نهادهای بین المللی از ایران اعلام استقلال کرد. بسیاری نسبت به این مسئله اعتراض و انتقاد کردند. کار به جایی رسید که او توسط گروهی از نمایندگان مجلس استیضاح شد. در آن اعلامیه تصریح شده است که استعمار انگلیس به زور و تزویر، به خاطرتون هست نمایید، به زور و تزویر بحرین را از مادر میهن جدا نموده است. درسته که هرگز چنین اقدامات و نتایج حاصل از آن که معارض با حاکمیت و مالکیت ایران نسبت به بحرین باشد، نمیتواند چه از نظر اصل حاکمیت ملی و مقررات اساسی داخل و چه از نظر مقررات و سنت‌های بین‌المللی نافذ و مورد قبول ملت ایران و در نتیجه نمیتواند مورد قبول مردم بحرین باشد. دولت را به علت این سهل‌انگاری‌ها تعرض نسبت به این اصول گروه پارلمانی پنیرانی است هر پنج تن نماینده پنیرانیست استیضاح میکنه. هویدا در خارک بوده که خبر رو گوش میکنه و مطلع میشه که حتی سفرش رو نیمه کاره میگذاره و سراسیمه برمیگرده. فردای اون روز دعوت میکنه نمایندگان مجلس رو، نمایندگان اکثریت رو، یعنی حزب ایران نوین رو از طرفی در محل حزب ایران نوین، و در اون جلسه تعرضات سختی میکنه به نمایندگان که اصولا شما چرا فلان کس را پشت تریبون پایین نکشیدی، چرا پیش دستی صندلی ها رو رو سرش خورد نکردی، اصلا چرا گذاشتید به صحبتش ادامه بده. البته اینها میگن و بعدم شنیدم که بعضیاتون اشک تمساح ریختی. سخت مورد تعرض قرار میده نمایندگان حزب ایران رو میرا. به من پیغام دادند که اگر که موضع‌گیری نکنی این امکانات رو خواهی داشت. برای اینکه فردای همون صبح زمین روزنامه های وابسته به دولت غالبا نوشتن که فرکسیون پنیرانیست در دوره آینده تعدادش تبدیل خواهد شد به 30 نماینده. برای این بود که در واقع ما برحال مجذوب این برنامه بشیم و موضع‌گیری جدی نکنیم. و گفتم به من این پیغام داده شد و زمینن پیغام داده شد که در غیر این صورت شما انتحار رفت انتحار سیاسی میکنی هویدا، که همون وقت اون پاسخ رو دادم و در مجلس هم بیان کردم. گفتم که پاسخ من این است که این انتحار سیاسی نیست، شهادت سیاسی است. گذشت از این که آینده نشان خواهد داد که آیا من یا شما کدام یک انتحار سیاسی کرده ایم. دولت هویدا از این استیضاح جان سالم به در میبرد، اما بسیاری از رجال دربار پهلوی مشکلاتی را پیش بینی می کردند. از این رو نزد شاه رفتند و خواستار چاره اندیشی شدند. نتیجه اش چیزی نبود که جلوی طوفان پیش رو را بگیرد. حزب رستاخیز بروکراسی ایران را شدت بخشید و نه تنها به شاه و حکومتش کمکی نکرد، بلکه خودش به پاشنه آشیل برای رژیم پهلوی تبدیل شد. وقتی علازاد به من فرمودن که میخواییم تشکیلات سیاسی مملکت رو عوض بکنیم و یه سیستمی درست بکنیم که انتقاد از داخل خودش باشه، من بهشون عرض کردم قربان من فکر نمی کنم که این مسئله مملکت ما باشه. مسئله مملکت ما این استش که مردم اونطوری که باید شاید به عملیات دولت، به اقدامات دولت، به تصمیمات دولت اعتماد ندارن و یه علت اصلیش مسئله فساده که البته علازاد حتما خوششون نیامد. بعد وقتی که خب اینا به شاه میگن توسعه سیاسی باید انجام بشه، شاه در ظاهر خیلی استقبال میکنه و خیلی با مهربونی رفتار میکنه، میگه بله بله درسته، ولی وقتی اینا میرن مدت کوتاهی بعد درست خلاف منظورات این عمل میکنه و خیلی عجیبه. چندین بار شاه توصیه های خیلی سرنوشت‌سازی بهش شده و خلافش عمل کرده، موارد دیگه هم بوده به خصوص در سالهای ماهای منتهی به انقلاب و قبلش هم همینطور.
و شاه میره به جای اینکه احزاب رو توسعه بده و آزادی ها رو گسترش بده، اون چند تا حزب نیم بند هم تعطیل میکنه و حزب واحد رستاخیز اعلام میکنه. شاهی که در خاطرات خودش، در نوشته های قبلی خودش، حالا منسوب به خودش البته، میگه که تک حزبی و نظام اینکه یک گروه فقط حکومت کنه یک نظام دیکتاتوری هست، خودش حزب واحد رستاخیز رو درست میکنه و بعدم با اون شعاری که به اصطلاح همه باید عضوش بشن و خیلی و در واقع اجباره در عضویت در حزب رستاخیز. مثل دکتر بشیریه در کتابش اشاره ای که داره میگه که او میگه که به سمت فاشیسم داشت میرفت دولت پهلوی در دهه 50. یعنی ویژگی هایی که میتونیم ببینیم، حزب واحد دیگه، از حتی دو حزبی هم، دو حزبی دولتی، دو حزبی ساختگی هم فراتر رفته و حزب واحد، و میگه هر کسی که نمیخواد عضو حزب باشه میتونه از کشور بره، پاسپورتشو بگیره از کشور بره. این هماهنگی که نقشی اساسی در قاطعیت امور حزبی و امور دولتی دارد، مستلزم آن است که اندیشه های حزبی به صورتی سریع‌تر در دستگاه های دولتی انعکاس یابد و دولت در قبال این نظرها و عقاید مردم که از طریق کانون ها عنوان می شود مسئولیت بیشتری احساس کند و متقابلا با الهام. دبیر کلی حزب رستاخیز به هویدا رسید، حزبی که قرار بود وضعیت آشفته کشور را سامان بدهد، خود تبدیل به یک مشکل بزرگ شد و محلی برای زد و بست های کارگزاران پهلوی. جالب اینجاست که بعد از تشکیل حزب رستاخیز، هویدا در قدرت هوو پیدا کرد. حزب رستاخیز رفته رفته باعث افول هویدا می شد، گرچه او سعی داشت رکورد نخست وزیریش را افزایش دهد. استدعای همکاری از طرف آقایون، بنده جلسه رو خاتمه میدم. جلسه بعدی ساعت 2:30 بعد از ظهر در اینجا، ولی چون دور هم جمعیم و علاقه دارید با هم هم صحبت کنید، یک نان پنیر بسیار مختصری براتون منظور شده در هتل هیلتون. در اونایی که با هم، بله، نان و پنیره، خیلی هم خوشمزه است، من نان و پنیر خیلی دوست دارم در هر صورت، و بتوانیم واقعا دور هم بازم اونجا صحبتای بکنید. اگرم بازم ایده بین خودتون نظریاتتون میتونید تلفیق کنید، هر چی نظریات تلفیق شده بیاد آسان‌تره برای جذب کردن. خیلی متشکرم. اگرچه هویدا در آغاز کار به عنوان اولین دبیر کل حزب رستاخیز معرفی شد به عنوان رهبر قبلی حزب اکثریت که حزب ایران نوین بود، ولی به نظر میرسه که تاسیس حزب رستاخیز هم در واقع میشه گفت که آغازی بود بر کند شدن چرخنده های دولت هویدا و آغازی بود برای جانشین شدن یک نسل جدیدتر و تا حدی غربگراتر و غرب‌محورتر و بیشتر ضمناً تازه نفس، در این حال همچنان وفادار به هر آنچه که شاه میگه به رهبری جمشید آموزگار. دیپلمات جوان انگلیسی در ایران بود در اون موقع، در زمان تأسیس رستاخیز، به نام پیتر وستماکوت. چند تا نکته مطرح میکنه در گزارش که نوشته بعد از گزارش محرمانه‌ای داره به تاریخ 8 می 1975، یعنی 18 اردیبهشت 1354. اشاره میکنه که در واقع از همون اول دعوای هویدا و آموزگار در حزب کاملا آشکاره، و از قول ارتش بود اویسی، جنرال اویسی میگه که این حزب قراره یک تغییرات اساسی ایجاد کنه در چهره‌های سیاسی، چون در 10 سال گذشته فقط یه عده خاص حکومت می‌کردن و شاه دوست داره یه چهره جدید روی کار بیاره. این گفتگویی که با فرهنگ مهر داره که بعداً رئیس دانشگاه شیراز میشه و معاون وزارت علوم میشه و سناتور هم بود، تمام کسانی که در شهرستان‌ها در حزب رستاخیز مسئولیت به عهده گرفتند، کسانی هستند که جزو بدنام‌ترین افراد شهرستان‌ها هستند. هیچ آدم حسابی حاضر نشده بیاد در حزب رستاخیز خوش کانت کنه، چون انقدر این ساختار کثیفه و پیچیده است و افراد موجه علاقمند نیستن تو این بازی وارد بشن. کوشش ما در اینه که واقعا افرادی معین بشن و کاندیدا بشن، نامزد بشن که 100% مورد توجه افکار عمومی باشن. بنده خیال میکنم این همه معانی رو میرسونه. اشخاص بیان خوشنام، اشخاصی باشند که از هر جهت مورد اطمینان مردم باشند. یکی از رازهای ماندگاری دولت هویدا تسهیل کنندگی فساد درباریان بود. او در برابر خواسته خانواده شاه و نزدیکان دربار
نه تنها سکوت می‌کرد که نقشی همراه کننده داشت. مسلماً خودش اهل گرفتن رشوه نبود، ولی رشوه راحت می‌داد از بیت المال و تمام اطرافیان اون عده از اطرافیان اعلی حضرت رو که فاسد بودن نه تنها می‌خورون بهشون، بلکه اغوای به فساد هم می‌کرد. این قسمت‌ها درباره مرحوم هویدا تا چند سالی قابل انتشار نیست، توجه بفرمایید. در مورد شاهدخت اشرف، شاهدخت فاطمه، شاهپور علیرضا، شاهپور غلامرضا، شاهپور محمود رضا سعی می‌کرد که برای اینها به هر قیمتی شده کمیسیون در قراردادها و امثال اینها فراهم بکنه و اینها رو واسطه انجام معاملاتی قرار بده که اینا بتواند از اون محل وجوهی دریافت بکنن. روایت‌های منتشر نشده ای از نوع رابطه هویدا با اعضای کابینه وجود دارد که نشان می‌دهد یکی دیگر از رازهای ماندگاری او نگاهش به وزرای کابینه است. هویدا فوق العاده نسبت به کسانی که در دولت می‌درخشیدند حساسیت داشت و سعی میکرد اونها رو خراب بکنه، پهلوی شاه، و یا در افکار عمومی یا از طریق مطبوعات یا به هر ترتیبی که میتوانه. کسانی بودند که به این ترتیب فدای ایشون شدن: عبدالرضا انصاری به طور قطع، جواد صدر به طور قطع، جمشید آموزگار زورش نرسید اونا رو از کار به کلی بیکار بکنه، ولی در هر حال به وضعی رو انداخت که درخشش و جاه طلبیش تمام بشه. و وقتی که جاه جمشید آموزگار آمد دیگه خیلی دیر بود، چون جمشید آموزگار مدیر خوبی بود ولی نه مرد دوران بحران. ناظران سیاسی عقیده دارند که تهران و بغداد تصمیم دارند مناسبات خود را در همه زمینه‌ها گسترش دهند و به اتفاق به تأمین و حفظ ثبات در منطقه خلیج فارس کمک کنند. یک هیئت عالی رتبه عراقی در سفر به تهران همراه آقای صدام حسین هستند. به من گفتند که صدام حسین آدمی که باش نمیشه صحبت کرد، نخست وزیر و معاون رئیس جمهور عراق بود اون موقع و آدم خیلی بدقلقی هست و خیلی هم گرایش به کمونیست ها و شوروی داره و چیزه و آدمی که نمیشه باش دیل کرد، معامله کرد. گفتم وقتی رفتم اونجا اولا خیلی خوشم اومد از صدام حسین، اولا به هیچ وجه کمونیست نبود و خیلی عوض کمونیست رو بعدش میومد و حتی سرکوبشون کرد. دومه که یک شخصیتی داشت و یک روحیه‌ای داشت که من خیلی خوشم اومد و اون این که آقای صدام حسین با وزراش در حضور ما مثل کثافت رفتار میکرد و این خیلی خصلت خوب و جالبیه و من خیلی خوشم اومد ازش. نمیدونم بابت این چی باید گفت، ولی شاید نشون دهنده که اون چیزی که هویدا میخواست باشد و نمیتوانست باشد در وجود شاه و در واقع اون منویات قلبی خودش در واقع خواست مطرح کنه. هویدا به پایان کار رسیده است. سال 13 سال نحس نخست وزیری اوست. کارتر در آمریکا به قدرت رسیده و سیاست‌های آمریکا تغییر کرده و حالا ایران به عنوان جزیره ثبات هر روز آشفته تر از دیروز همه متحدان شاه را نگران کرده بود. تجربه تاریخی تنها یک فرمول برای تغییر وضعیت ایران تجویز کرده و آن تغییر دولت است. دولت دوران ثبات شاه جای خود را به دولت دوران گذار می دهد. جمشید آموزگار تنها نخست وزیر ایرانی تحصیل کرده آمریکا جایگزین هویدا می شود و او به وزارت دربار می رود. کنار گذاشتن هویدا از نخست وزیری یک اقدام ناگزیر بود برای شاه، ولی روی کار آمدن آموزگار یک اشتباه بزرگ بود. وقتی که هویدا کنار گذاشته شد، خب به هر حال با این وضعیت که کنار گذاشته شد سرشکسته شد. در واقع انتخاب هویدا، انتصاب هویدا به سمت وزیر دربار هم شاید کاری بود که شاه از سر ناچاری برای اینکه یک دلجویی کرده باشه انجام داد. کشور دچار بحران شده است. به سوی تمدن بزرگ و طرح‌های بدون پشتوانه
حیف و میل درآمدهای نفتی کشور را به سراشیبی سقوط رسانده است. مردم معترض از وضعیت اقتصادی دست به اعتراض می‌زنند. دیگر خبری از سخنان امیدبخش نیست. سرعتی مثلا 100 مایل 100 داشت میرفت جلو و هیچ کسی در اونجا نبود که پاش رو ترمز بذاره. یا یعنی هندوستان، یک کشوری که در حد 20 برابر ایران جمعیت داشت، یک چنین برنامه رو نداشت، در حالی که ایران باز با توجه به یک برنامه بسیار بزرگی سازمان برنامه در حقیقتا نزدیک ورشکستگی قرار گرفته بود و تمام این شرکت های مختلف دولت که 70-80% منابع سازمان برنامه به اینها داده می شد هیچ مسئولیتی نشون نمی دادن و هیچ حساب کتاب صحیح نداشتند و هم موقعی بود که بالاخره انقلاب شروع شد و به هر حال مسئولیت این رو باید مقامات ایرانی به عهده بگیرن. حالا یه عده‌شون تحصیل کرده بودن، می تونستن بالاخره از یه چنین وضعی تندازی جلوگیری کنن. کسر بودجه ای مثل که داریم، این کسر بودجه چی رو نشون میده و آیا باید ترسید از اینکه کسر بودجه داشت یا خیر؟ ما کسر بودجه داریم برای سرمایه گذاری بیشتری. ما اگر کسر بودجه پیدا میکنیم برای پر کردن این کسر بودجه وام میگیریم، با این وام چه از داخل وام بگیریم چه از خارج فرق نمیکنه. با این وام یه مقدار تأسیساتی به وجود میاریم که اگر اینو به وجود نمی آوردیم در آینده برامون گرونتر دوام میشد، دیرتر بهمون بهره و ثمر میداد. یهو افزایش قیمت‌ها به وجود اومده، مردم نمیتونن خودشون رو تعدیل بکنن و حتما در تاریخ شما هم دیدید که خیلی اعتصاب‌ها شکل میگیره و این اعتصاب‌ها ناشی از اینه که مردم ناراضی‌ان نسبت به مسائل اقتصادی. چرا؟ چون در سال 50 51 52 53 54 پول خرج کرده، به رفاه اقتصادی رسیده، حالا پولش نمیتونه اونقدر قدرت خرید داشته باشه، نارضایتی شکل میگیره. پیاز که الان پیدا نمیشه، بعد اومدم پیاز یک کیلو 5 تومن، یه بعد 2 تومن رفته 5 تومن، الان یک کیلو 2 تومن گنده است، بعد ازش بزنیم دور. گنده که نداره اینا. نداره، خدا رو نگاه کنید دیگه. گنده است نه. از توی همین برداشتم بیده. میدونم. این پیازا رو 2 تومن. خودش میگه بچم میخره. از کجا میخرین؟ شرکت آبونی. وقت شرکت آبونی مینرخو گذاشته. بله. توی شرکت آبونی شما میتونید پیازا رو سوا بکنید. نه. مشتری موقع خرید میتونه سوا بکنه؟ پیاز نه. شما خودتون جز کسایی بودین که میوه گرون شده بود تحریم کردن، تحریم کردن؟ بله. شما بله. الان بازم حاضرین شما؟ بازم حاضرم واقعا. برای عید حتی من برای میوه نخریدم، فقط یک کیلو سیما برای عید نتونستم پیدا کنم. مادم پرتقال بخرم میگن موزم باید بخری، به چه علت؟ شاید نخوام موز مصرف کنم. در ازای هر یک کیلو پرتقال باید یک کیلو موز بخرم. این خانم شاکی هست اگه میگن که هر پرتقالی که بخوام بخرن، پرتقال موز با ما دادن مطابق نه مطابق نه اقرام میپیچید. نه چرا بخوام پرتقال بخرم، موزم مجبور هستم که بخرم. سه دو کیلو یک کیلو واسه بشو بفروشم. علتش اینه به من دادن منم بدم. میداده هم شرکت؟ کدوم شرکت؟ چه میدونم کدوم شرکت. میان اینجا میبوریشم میارم پولشو میگیرم، نقدی خانم میارن اینجا با ماشین میارن پولشو میگیرن میرن. خب شاید یکی موز نخوام مصرف کنه. خب اینی که به ما دادن خانم این دلیل نمیشه. دلیل نشه. اگه من میتونم بخرم ولی نه میخرم نه میخورم. خب شما تا کی میخواین این کار رو ادامه بدین؟ والا تا وقتی که زورم برسه. من به بچه‌م هم پرتقال نمیدم، به شوهر مریضم هم نمیدم، خودم هم نمیخورم، ولی این نمیتونه ادامه پیدا کنه. شما در ایام عید برای پذیرایی از مهموناتون میبینید؟ ابدا هیچ. هیچ. خب بی خود گرفتن. شما دوستاتون هم تشویق میکنید؟ همه مردم، حتی خونه شون که رفتم اگر بوده نخوردم، بلکه گفتم من تحریم کردم نه برای اینکه فقط نخرم، نخورم. هویدایی که در دوران نخست وزیری تشکیلات وسیعی را ایجاد کرد، حالا به جایی میرود که برایش حقیر میآمد. در وزارت دربار مثل اسدالله علم نشد که با نزدیکیش در پرونده های مهم تأثیر گذار باشد و بیش از هر چیزی بنابر سنت زندگیش در دربار نیز تبدیل به یک کارمند شد. هویدا در دوران
وزارت دربارش کار زیادی نکرد و تاثیرگذاری چندانی نداشت، به جز یک کار که در واقع باز کمک کرد به تسریع روند سقوط شاه، و اون کمک سرنوشت ساز بود در نوشتن مقاله معروف استقمار سرخ و سیاه، که وقتی که در واقع شاه میخواد از او که همچین نامه‌ای در دربار نوشته بشه، عده‌ای از نویسندگانی که در با دربار همکاری داشتن روزنامه‌نگارا این نامه رو تهیه می‌کنن، آقای فرهاد نیکوخواه، نه نیکخواه، فرهاد نیکوخواه و یه تیمی روش کار می‌کنه، اولی مقاله رقیقی نوشته میشه، شاه میگه این قوی نیست به اندازه کافی و قوی‌تر میشه، در واقع به عنوان در واقع مقابله با مصاحبه مهم و تاثیرگذار امام خمینی با روزنامه لومونده در واقع این کار صورت می‌گیره در نجف. و خب این نامه در دربار تهیه میشه و در واقع هویدا علی‌رغم اینکه گفته میشد خیلی از لحن تند نامه راضی نبود، باز هم به روال سابق هیچ تاثیر منفی نتونست بذاره و نتونست تاثیرگذاری روی روند لجاجت شاه بذاره که و بگه که این نامه ممکنه خطرناک باشه. حتی همایون میگه وقتی من نامه رو به من دادن و در پاکت سربسته دربار تهیه کرده بود و من طبق معمول که این نامه ها رو به عنوان وزیر فرهنگ و هنر میدادم به افراد و وزیر ارتباطات میدادم به دیگران و روزنامه ها که چاپ بکنن، اینو اتفاقی دادم به آقای علی باستانی سردبیر روزنامه اطلاعات و اصلا نمیدونستم ادعای هویدا، البته ادعای همایون رو که میگه من نمیدونستم توش چیه، نامه رو دادم به باستانی، میگه باستانی به من فرداش تماس گرفت گفتش که ما این نامه رو شما خوندید، مقاله رو خوندید شما، استعمار سرخ و سیاه که به نام مستعار احمد رشیدی مطبخ چاپ شده نوشته شده، گفتش نه نخوندم. گفت این نامه، این گزارش اگه چاپ بشه، این مقاله اگر چاپ بشه، روزنامه رو بر سر اون خراب میکنن و مملکت خیلی به خطر میفته. همایون میگه من خیلی بدون اینکه بدونم چقدر این حرف جدیه، گفتم که ما سالهاست دادیم شما خوردین برای همچین روزایی و شما باید اینو چاپش کنید، اعلیحضرت فرمودن باید چاپ شه، دربارم فرستاده باید چاپ بشه، اگه شما چاپ نکنید ما روزنامه رو سر و سر شما خراب میکنیم و باید این چاپ بشه. و در واقع این در واقع منشأش در واقع کنسرسیوم بین شاه و دربار که هویدا باشه صورت گرفت. غیر از این تاثیرگذاری آنچنانی ما از هویدا نمی‌بینیم. برکناریش از وزارت دربار در میان اخبار پرشور انقلاب گم می‌شود. جالب اینجاست او در زمانه‌ای به دستور شاه و دولت ازهاری به زندان می‌افتد که تمام رسانه‌ها در اعتصاب به سر می‌برند و خبری از بازداشت او نیست. بسیاری از زندانی شدن هویدا مبهوت شدند. آیا محمد رضا شاه پهلوی 15 سال از دوران خودش را زندانی کرده است؟ دستگیری هویدا دو تا وجه داره. یک وجه شخصیتی و معرفتی و خصوصی داره که در واقع کسی که 13 سال حداقل نخست وزیر بوده و در مناسب مختلف به شاه و نظام پادشاهی خدمت کرده، اینجوری به این سرنوشت گرفتار میشه. و در واقع کارش هم فقط اجرای دستورات شاه بوده. مسئله دوم نشون میده که شاه در واقع خودش رو داره زندانی میکنه، چون هویدا چیزی جدا از شاه نبود و اینکه در واقع شاه بیاد بگه که نخست وزیر 13 ساله من مقصره یا متهمه باید بره در زندان، دو تا حالت بیشتر نداره، یا من شریک جرم هستم یا 13 سال در غفلت بودم و هیچی از مملکت داری نمیدونستم، که هر دوتا به معنای ناکارآمدی و رأی عدم صلاحیت نظام پادشاهی و شخص محمد رضا شاه بود. چه دلمون بخواد چه دلمون نخواد، هویدا نخست وزیر این مملکت بود، انگشت اتهامات به سوی هویدا متوجه بود، یعنی انگشت اشاره به سوی امیر عباس هویدا بود، نه در دل مذهبی ها و کسانی که الان شعار مرگ بر شاه میدادن، بلکه در درون اپوزیسیونی که تو خود دربار حتی صورت گرفته بود، در بین دولت مردان پهلوی صورت گرفته بود، انگشت اشاره متوجه امیر عباس هویدا بود که این فساد رو نهادینه کرده. برای این دستگیری هویدا فراتر از دستگیری یک رجل سابق یا یک سیاستمدار خاطی عمل کرد برای شاه، یک نسلی از کارگزاران ایران و به اصطلاح کسانی که به اصطلاح همه هویتشون از شاه داشتن و همه زندگیشون برای نظام پادشاهی می‌خواستن فدا کنن، فهمیدن که اتکایی وجود نداره و باید فقط سرنوشت خودشون از این پرخواب روش حساب بکنن و خودشون رو نجات بدن. هیچ کس نگفت مرگ بر هویدا، هیچ کس نگفت مرگ بر ناصر مقدم یا نصیری مگیر، گفتن مردم، گفتن مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا. خب برای نجات عامل اصلی باید بقیه قربانی بشن،
برای امریکایی‌ها هویدا ارزشی نداره. سربازی بود از دورانی سپری شده و یک ابزار سیاسی بود که کارش رو از دست داده بود و شاه هم که یک در یک غرقاب در حال غرق شدن قرار داشت، طبیعتاً به هر وسیله دست می‌زد برای اینکه خودش نجات بده. خب افکار عمومی هویدا رو تا حدی مقصر می‌دونستند، یعنی تصور شاه بود که او رو مقصر وضعیت پیش اومده می‌دونستند و شاه هم که چندین بار علنی و غیر علنی عذرخواهی کرده بود می‌خواست نشون بده که می‌خواد جبران کنه. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. رهبر انقلاب به ایران آمد و حالا این امام خمینی بود که دولت تعیین می‌کرد. من دولت تعیین می‌کنم، من تو دهن این دولت می‌زنم، من دولت تعیین می‌کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول داره. 15 بهمن 57 مدرسه رفاه شاهد حضور خبرنگاران و بسیاری از چهره‌های شاخص انقلاب بود. به پیشنهاد شورای انقلاب حکم نخست وزیری بازرگان توسط هاشمی رفسنجانی قرائت شد. رئیس دولتی را معرفی می‌کنیم موقتاً دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگی‌ها خاتمه بدهد و هم یک مسئله مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را تشکیل درست کند و مقدمات او را درست کند. درگیری ها روز به روز بیشتر می شد. خبرها حاکی از آن بود که احتمال وقوع کودتا و کشتار جدی است. امام تصمیمش قاطع بود و می گفت این حکم است. انقدر امام محکم و با اراده بود که همه آرام شدند. امام با وجود آنکه احتمال بمباران مدرسه هم بود از جایش تکان نخورد. استقامت امام و اعتماد مردم به او جواب داد. انقلاب پیروز شد. توجه، توجه، توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران، شکر خدای را که بر ما منت نهاد و رژیم جنایتکار شاهنشاهی را در هم فرو ریخت. هویدا تا پیروزی انقلاب در زندان می‌ماند. بسیاری معتقدند از نظر روحی ضربه بدی خورده. شاه برای حفظ خودش او را به زندان انداخته بود. گروهی دیگر اما میگویند هویدا مسخ شده و راهی پیش روی خود نمی‌دید. از این رو در سویتش در اقامتگاه ساواک ماند و بنابر نقل قول‌هایی به خانه آیت الله طالقانی تلفن می‌زند و میگوید که من در باغ شیان هستم. بیایید من را ببرید. گروهی از پاسداران انقلاب هویدا را به مدرسه رفاه، مقر انقلاب و اقامتگاه امام خمینی برد. Thank you.